اگر آماده هستید، دو نفر از رفقا نقلا دستشون رو بالا کردن، میتونیم با اونا شروع کنیم اگر شما کمال میل، آماده. با کمال میل. رفیق سجاد نجفی، شما دستتون بالاست، لطف کنین بفرمایین صحبتتون رو ارائه. صداتون خیلی ضعیفه رفیق سجاد. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و همه تشکری دیگر هم از برگزارکنندگان هم از جناب آقای دکتر وهابی که بحث خیلی جالب رو ارائه کردن. خیلی سریع و خلاصه سؤالم می‌خوام بپرسم. حالا بحث ارائه شده نکات خیلی متعدد و جالب داشت. یکی از نکاتی که برای شخص من خیلی جالب بود مسئله بود که در مورد رشد پاترونیال ایشون فرمودن و اقتصاد سیاسی تورم ساختاری که این چند دهه اخیر به ایران چطور مردم و طبقات پایین بازنده اصلی اون هستند، ولی در طرف مقابل بریده با این چارچوب نظری که شما ارائه کردین این الیت رانتیر حاکم دارن ازش بهره میبرن به عنوان یه ابزاری برای انباشت ازش استفاده میکنن. به چشم یک نقطه ضعف اقتصادی بهش نگاه نمی کنم برعکس همه جای دنیا. اگر من می سنگ در بیشتر در مورد این توضیح بفرمایید. آیا رفیق من دونه دونه جواب بدم در واقع بله، پرسش؟ اگر مایلی دونه دونه جواب بدید راحت تره. بله با کمال میل من این خدمت بود. ببینید شما اگر نگاه کنید دقیقا اینجوریه، یعنی این اقتصاد پاتریمونیال در واقع مسیر تجدید بازتوزیع درآمد از پایین به بالاست و به چند شکل این صورت میگیره. اولین صورتش در واقع فقیر شدن هرچه بیشتر دولت رسمی و عدم توانایی پرداخت یارانه هاست که این خودش رو در یارانه های مختلفی نشون میده دیگه. البته رژیم احتیاط به خرج میده، مثلا من در بودجه حتی سال آتیش که نگاه کردم خیلی هراسانه از اینکه یه بار درآمد بنزین رو یا دوباره یارانه های مربوط به بنزین رو یا یارانه های مربوط به آرد رو دست نبره توش. ولی یکی از فاکتورهای اصلی که انجام میده دقیقا همین تغییر یارانه هاست. یعنی اگه شما مخارج دولتی رو نگاه کنید یارانه ها تا 20% قرار حفظ بشه در بودجه 2023، در حالی که تورم 45%. بنابراین قطعا باید یارانه ها رو باز کاهش بده. بحث من سر کارایی یارانه ها در یه اقتصاد نیست، تا فراموش نکنیم اقتصاد ایران اقتصادی که بخش درآمد نفت بسیار بسیار مهمه درش. ولی اونچه که ما از اون طرف میبینیم افزایش بودجه در واقع سپاه در همین برنامه جدید و بالاخص علنی کردن همین ماجرا که آقا سپاه در فروش نفت مستقیما میتونه مداخله کنه. یعنی یه جوری سپاه شما در نظر بگید در رقابت با دولت رسمی قرار میگیره در فروش نفت. و من از اینجا اولین نکته ای رو که بیرون میتونم بکشم اینه که چقدر حراج خواهند زد نفت رو، برای اینکه هم به اصطلاح دولت قرار نفت بفروشه هم سپاه. شما میتونید در نظر بگیرید که با توجه به وضعیتی که در بازارهای نفتی و تحریم هست سپاه تخفیف میده، دولت باید تخفیف بده. بنابراین یه بخش مهمی از هزینه های تراکنشی افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه نفت در ایران امروز به وسیله اولیگارشی ولایت فقیه داره اداره میشه. 5 نهادن که به یک معنا خودمانی کردن نفت رو. خب بنابراین شما میتونید که اینجا هم در زمین تنها چیزی رو که و این فوق‌العاده جالبه شما میتونید ببینید، گفتند که در بودجه مثلا سال 2023 ما میخوایم مالیات ها رو افزایش بدیم. مالیات ها میخواد از نزدیک به 50% در سال 2022 به 60% در کل بودجه دولتی در سال 2023 برسه. جالبه که بدونید در سال، و البته اگر نرسه اون چیزی که بودجه پیش بینی کرد از کجا برمیدارن؟ از صندوق ذخیره ارزی، کاری که سال پیش کردن. بنابراین ظاهر امر اینه که ما از داریم کشور رو غیر نفتی میکنیم.
ظاهر امری کشور غیر نفتی میشه، ولی در آخر امر وقتی بدهی داریم بیشتر صندوق ذخیره ارزی رو برداشت میکنه. یک. دو، خب شما در یک کشوری که خودتون میگید رونق اقتصادی وجود نداره، به شدت به ویژه در این 10 سال 15 ساله اخیر آمده تضعیف شده، از در واقع دقیق تر بخوام بگم از سال 2006 به این سو. چجوری میشه در یک کشوری که به اصطلاح رشد نداره مالیات افزایش داد؟ با توجه به اینکه تمام نهادهای ولایی مالیات پرداز نیستن، مالیات نمیپردازن، خب شما از کجا میخواید این مالیات رو کسب کنید؟ شما نگاه کنید چه گفتن. گفتن خونه هایی که قیمتشون از 25 میلیارد تومان بالاتره فروش بخواد برسه ازش مالیات اخذ میکنید، و ماشین هایی که خودروهایی که قیمتشون از 3000 میلیارد تومان بیشتره از اونها مالیات اخذ میکنید. خب یعنی در واقع اخذ مالیات بیشتر هم میبینید پاتریمونیاله، نه روی ارزش افزوده قرار مالیات اخذ بشه. روی ماشین هایی که قرار 3 میلیارد تومن باشه و روی خونه هایی که قرار 25 میلیارد تومن باشه، روی اینا ما قرار مالیات اخذ بکنیم، و خب این یه مقداری در واقع چی میگن، بخشی از طبقه مرفه ایرانی رو جیبش رو کمتر میکنه. در این حال چیزی از نهادها کاهش نمیده، از افراد چرا، ولی از نهادها چیزی رو کاهش نمیده، ولی اساس بر مبنای همین ماجرای پاتریمونیال. اونایی که بازنده اصلی در کشور هستن کیا؟ بازنشسته ها. یک. دو، موضوع بگیران ثابت. توجه اگر بکنید در بودجه 2 سال پیش یکی از دلایلی که بعد از جنبش 98 تونستند از شورش های بعدی اجتناب کنند، افزایش 50% حقوق پایه بود برای کارگرها مزد حقوق بگیران غیر متخصص. این فاکتور خیلی صدا کرد که یه باره 50% افزایش بکنه. البته اگر کل درآمدهای کشور نگاه کنید رقم عجیب غریبی نیست، ولی افزایش 50% خیلی خیلی حائز اهمیت. این کار امسال نکردن، یعنی برای بودجه 2023 20% افزایش رو در نظر گرفتن، نه 50%. خب حالا شما در نظر بگیرید که در دوری که اخیر هستش کیها بیشتر از همه متضرر شدن؟ عبارت هستند از در واقع بازنشسته ها، غیر از اون معلمی، یعنی این دفعه دیگه 50% نکردن، 20% در واقع این افزایش صورت میگیره روی به اصطلاح کل درآمد مزدهای کشور. خب واضحا فاکتور سیاست رو اگر شما بخواید در نظر بگیرید در نحوه توزیع یارانه ها، در نحوه تنظیم مذاکرات برای افزایش مزدها، و نیز محدودیت های واقعی که به لحاظ هزینه های دولت ازش یاد شده، مشاهده می کنید که این تجدید توزیع هرچه بیشتر به ضرر به اصطلاح طبقات محروم بود. البته حجاب بانان حقوق، و البته بگم ضمن من دو دسته رو گفتم در مورد مالیات ها، مالیات هایی که از 10، یعنی حقوق هایی که 10 میلیون تومن هم هستن الان شامل مالیات میشه، که یک درخ 10 میلیون تومان تا 12 میلیون تومان 10% مالیات گرفته میشه. 12، من وارد که جزئیات نمیشم برای اینکه اینا واقعا فرعی نسبت به این، یک بخشی از حقوق ها هم شامل مالیات شده. بنابر این ولی حجابانان نه، حجابانان 10 میلیون تومان در واقع بهشون داده میشه بدون اینکه پست رسمی رو در واقع داشته باشه. به عبارت دیگر چیزی که من میخوام اینجا بگم اینی که ریزخاری سفره مرفهین اون عاملیه که برای تجدید توزیع در نظر گرفته شده. یارانه ها همچنان با احتیاط بهشون برخورد میشه در دورهای سیاسی، ولی ابعاد این هرچه بیشتر کوچیک میشه. دلیل اصلی کوچک شدن اینه که دولت داره روز به روز مفلستر میشه و شکسته تر میشه به نفع بخش ولایی که داره چاق و چله تر میشه.
رفیق کامبیز شما بفرمایید. صدای من میاد؟ بله صدای شما میاد. آه خیلی ممنون. خیلی ممنون رفیق، خیلی صحبت عالی بود، واقعا استفاده کردیم. من چون تو این جلسه ها گفتن که میشه هم سوال کنیم هم بحث، من سوال نیست، بیشتر بحث، هم در تایید صحبت های شما هم با یه ذره اختلاف نظر با اجازتون. این بحث شما به نظر من از این نظر که مسئله تحولاتی که الان تو سرمایه‌داری جهانی داره صورت میگیره رو خیلی قشنگ توی جامعه ما با داده های امپیریک نشون دادین و قشنگ نشون دادین که چجوریه این قضیه. منتها این که چی داره صورت میگیره به نظر من که یه ادهی که مثلا مارکسیستای طرفدار روزا لوکزامبورگ، یه سری از آنارشیستا، فمینیستای کمونیست و بچه هایی مثل خود من و اونایی که تو گرایش فکری ماها هستن، چپ افراطی به اصطلاح، مارکسیست شورایی، کمونیست شورایی، ما هم از یه زاویه دیگه ای این قضیه رو داریم نگاه میکنیم که این جریان، جریان انباشت بدویه. چرا انباشت بدویه؟ اصلا انباشت بدوی چی بوده؟ معذرت میخوام، حتما شما همتون خودتون میدونین، ولی برای اینکه یه تجدید خاطره ای بشه حافظتون تازه بکنم عرض کنم. انباشت بدوی دو تا پروسس دیگه، یکی جدا کردن تولید کننده های مستقیم از وسایل تولیدشونه از طریق خونین و وحشیانه. این جدا کردن تولید کننده های مستقیم از وسایل تولیدشون به وسیله های غیر اقتصادی صورت میگیره دیگه، حالا تو هر جامعه یه جوری، از آغاز سرمایه داری از طریق بریدن دست و پای مردم، به صلیب کشیدنشون، با چه میدونم تبدیل کردن کشتزارا به مراتع و غیره و اینا صورت میگرفت که خب دهقانا رو میریختن از زمین بیرون و در واقع نابودشون میکردن. این بعدم که میومدن تو شهر با داغ و درفش وادارشون میکردن که اینا هر کاری رو بپذیرن، چون نمیخواستن، اون شرایط خیلی سخت بود، شرایط کار، ولی مجبورشون میکردن. خب تو جدا کردن تولید کننده از وسایل تولید که اینو اگه بخوایم به زبون امروزی خودمون بگیریم میشه همون قتل و غارت، قاچاق، که در واقع اینی که شما فرمودین تو ایران به صورت این جریانای اسلامیه که مردم و چیزاشون ازشون میگیرن دیگه، حتی آب هم میگیرن، میخوان بکنن کالا، هر چیزی رو از آدم ها میگیرن. خب این جدا کردن تولید کننده از وسایل و دادن این وسایل تولید و این اموال غارت شده به دست اون اخشار و طبقات و گروه های اجتماعی که بعدن تبدیل میشن به بورژوازی، به طبقه سرمایه دار، و این از نظر حقوقی تثبیتش میکنن. خب این حالا شما اینجوری که توضیح میدادین، من اینجوری میفهمیدم که دارید میگه تو ایران در واقع این قضیه داره انجام میشه زیر نام اسلام، که خب اینم الان نیست. یعنی ما به تاریخ ایران که نگاه میکنیم، قضیه انباشت بدوی رو خیلی تند ایران انجام داده، خیلی زودتر حتی از اروپا. اینا قتل و غارت و این مردم رو بیخانمون کردن و بیرون روندنشون از زمین و غیره و غارت تولید کننده های مستقیم و جدا کردنشون از وسایل تولید خیلی برمیگرده به عقب، از زمان صفوی هم عقبتر برمیگرده. این دو تا پروسه داره توی ایران انجام میگیره، ولی فقط خاص ایران نیست، شما توی آمریکا هم که نگاه بکنین ترامپ این کارو داره میکنه، توی ایتالیا برلوسکونی میکنه، تو هر کدوم از این جوامع که نگاه کنین این قضیه انباشت بدوی فقط مختص دوره پیدایش سرمایه داری نیست. این قضیه یه جریانیه که به دلیل گرایش نزولی نرخ سود، هر وقت که دیگه سرمایه داری نمیتونه از طریق بیرون کشیدن اضافه ارزش به اندازه کافی سود به دست بیاره،
اونو جبران میکنه از طریق مکانیزمای انباشت بدوی، یعنی همین قتل و غارت. و این همه جا هست، باز همین جا که عرض کردم تو آمریکا هست، که توی ایتالیا هست، توی فرانسه صورت میگیره اینا، و باعث میشه که اولا طبقه کارگر اتفاقا یه متحدین جدیدی پیدا بکنه که اونا بی خانمون شده ها هستن، و در این حال خود طبقه کارگر دچار یه ضربه میشه، برای خاطر اینی که قضیه اضافه ارزشی که از طریق انباشت عادی در میاد اون کمتر میشه، چون دیگه غارته، اون که ببره تو کارخونه اضافه ارزش بکشه اونقدر برای سرمایه‌دار سود نداره که سود یه غارت، سودی که از طریق غارت تامین میشه بتونه جبرانش بکنه. همینجور که شما گفتین، به جایی که تو ایران این شکلی که خودشو نشون میده و تو کشورهای دیگه هم همینجوریه، به جایی که از طریق اضافه ارزش نسبی، بالا بردن راندمان کار، ایجاد تکنیکای بهتر و این قبیل مسائل سعی بکنه سرمایه داری اضافه ارزش بیشتری بکشه و نرخ سودو ببره بالا، چون نمیتونه این کارو بکنه، از طریق اینه که بره به زور سرنیزه و آخوند و پاستور و غیره آدم ها رو وادار بکنه که اموالشون رو از دست بدن یا بیشتر کار بکنن، یا حتی اگرم میخواد اضافه ارزش در بیاره بیشتر اضافه ارزش مطلقه، یعنی کارگره رو وادار میکنن در شرایط جهنمی کار بکنه که دیگه حتی از سرمایه‌داری که پشت ماشین یارو وایساده داره استثمار میشه همین خیلی وحشتناک تره و اینا رو تحمیل میکنن به مردم. در نتیجه این شکلی که تو ایران داره که گفتید شما بهش میگین رژیم انباشت اسلامی، که ببخشید لغت درستش رو ممکنه من فراموش کنم، ولی همون چیزی که شما میگفتین به نظر من با این منطق خیلی خوانایی داره، که همونجور که عرض کردم این بحث و یه سری آدمای دیگه‌ای مثل فمینیستای کمونیست و آنارشیستا و اونایی که به روزا لوکزامبورگ نزدیکن و کسایی مثل خود ماها که چپ افراطی هستیم، از یه زوایای دیگه ای مطرح میکنیم که تقریبا با بحث شما منطبقه، با یه جزئی تفاوتی که همین مسئله انباشت بدوی به نظر من خیلی بهتر توضیح میده، یعنی نظر مارکس که راجع به انباشت بدوی صحبت کرده خیلی خوب توضیح میده این قضیه رو از نظر تئوری، ولی از نظر امپیریک و اونطوری که شما توصیف کردین من خیلی با بحثتون موافقم و فکر میکنم خیلی کانتریبیوشن خوبی بود. خیلی ممنون، ببخشین زیاد صحبت کردم، نمیتونستم کمتر از اینش کنم. مجاز هستم ملاحظاتم رو مطرح کنم؟ از تراب تراب عزیز، ببخشید من میکروفون هم بسته بودم، البته رفیق مرداد بفرمایید شما بعد از هر فرد میتونید مداخله کنید. من تشکر میکنم از آقای کامبیز سخایی که این موضوع انباشت بدوی رو به میان آوردن، برای اینکه یکی از موضوعاتی که حتما باید راجبش مکس کنید. ببینید موضوع انباشت بدوی در نظریه مارکس مورد دو جور برداشت واقع شده. یکی از برداشت‌هایی که ازش شده این بوده که انباشت بدوی به ویژه مرتبط به دنیای غیر سرمایه‌داری، این نگاه لوکسامبورگ بوده، یعنی اینکه یه مسیریه که مناسبات غیر سرمایه‌داران یا اضافه محصولی که از کار دهقان گرفته میشه تبدیل به اضافه ارزش میشه در نظم جدید، و یک جور اون دارایی هایی که میتونه در نظام ماقبل سرمایه‌داری بوده باشه به اصطلاح تبدیل بشه به ارزش احسنه تبدیل بشه و عامل اولیه توسعه سرمایه‌داری بشه. به همین دلیل هم روزا لوکسامبورگ بر این باور بود که یه جایی انباشت سرمایه‌داری به یه سقفی برخورد میکنه، به یک سقفی برخورد میکنه و اون سقف عبارت هستش از پایان یافتن نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری. اگر نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری به پایان برسن، خود سرمایه‌داری قادر نیست باز تولید کنه و بنابراین دچار گرفتاری میشه. خب این نظر به وسیله یه سری از مارکسیستایی که مثل لنین
و خیلی دیگر از کسانی که راجع به اصطلاح مسئله بازارها on so called market question صحبت کردن اومده که آقا نه اصلا سرمایه‌داری حتی اگر هیچ نظم غیر سرمایه‌داری هم نباشه میتونه تا ابد از طریق مبادله بخش یک اقتصاد با بخش دو ادامه پیدا کنه، یعنی تولید وسایل تولید بازار ایجاد میکنه برای تولید وسایل مصرف و تولید وسایل مصرف بازار ایجاد میکنه برای تولید وسایل تولید و سرمایه‌داری خود به خود هیچ وقت خشک نمیشه بیفته. خب و بنابراین اون تئوری کرش به این معنا که سرمایه‌داری میفته بی خوده. در این نظریه ارنست مندل بیشتر مدافع این نظر دومه. ارنست مندل بر این باور نبود که نظر لوکسامبورگ صحیحه. ارنست مندل رو یاد میکنم برای اینکه پایین اومدن نرخ سود فاکتور اصلی که او در تحلیل بحران‌ها اشاره میکنه، پایین اومدن نرخ سود ربطی نداره به انباشت اولیه. شما زمانی که ترکیب ارگانیک سرمایه بالا میره میتونه نرخ سود بیاد پایین، این گرایش رو داره و البته یه سری ضد گرایشاتی هم در جهت معکوس است. برای آدمی مثل مندل سرمایه‌داری به نقطه سقوط نمیرسه، ولی میتونه نرخ سودش تنزل پیدا بکنه و دورهایی که این نرخ سود تنزل و اینم گرایش میده به اصطلاح تندنسی، بنابراین کانتر تندنسی هم وجود داره که دوباره بتونه رشد کنه و این رو ما شاهدش هستیم در شرایطی که ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش پیدا میکنه میتونه نرخ سود کاهش پیدا بکنه. البته به گمان ما در تمام بحثایی که ما در این دوره داریم توی مارکسیستا از جمله در مباحثاتی که توی ارنست مندل هست مفهوم رانت کمتر توجه شده. ارنست مندل به کواسی رانت، رانت تکنولوژیک اشاره داره توی لیت کپیتالیسم سرمایه‌داری پسیو، ولی به وسعتی که امروز ما شاهدش هستیم و اهمیتی که در اقتصاد کسب کرده نبود. برای من خواستم اینو بگم که یک مفهوم در واقع روزا لوکسامبورگ در رژیم انباشت بدوی چیه، دو یه مفهوم گسترده تری به این قصه داده شده از جانب دیوید هاروی که خودش رو منتسب میدونه به روزا لوکسامبورگ که آقا اون چیزی که در انگلستان اتفاق افتاد در سطح دنیا داره مرتبا اتفاق میفته و خاص فقط انگلستان نیست. خب این بحث رو دیوید هاروی به عنوان کسی که جغرافیای سیاسی کار کرده من میفهمم، ولی به عنوان اقتصاددان کارش رو نگاه کنید از ضعف‌های جدی در رنجه. ضعف اصلی که داره چیه و چیزی که به نظر اصلا در کارش بهش هیچ روش مکس نشده، هیچ آمار روش تدقیق نشده و اون نکته اینه انباشت بدوی سرمایه درش انباشت صورت گرفته نه ضد انباشت، یعنی اکیومولیشن وجود داشته نه دی اکیومولیشن. معنیش چیه؟ ببینید در شمایی که سرمایه‌داری شکل گرفته پول تبدیل به کالا میشه تا پول بیشتری رو حاصل کنه، یعنی معامله از خرید آغاز میشه تا به فروش برسونه برای گرفتن سود بیشتر. این رو بهش ما در اقتصاد میگیم آ پریم. آ در واقع همون اقژان همون پوله که تبدیل میشه به کالا و کالا دوباره بازفروش میشه و این سود مازادی که صورت میگرفته انباش صورت میگیره. خب ولی مسئله اینه که اون پول اولیه از کجا به دست اومده؟ دو تفسیر بوده. یه تفسیر تفسیری که تو کتاب آدام اسمیت میشه پیدا کرد، به همین دلیل مارکس از اصطلاح به اصطلاح انباشت بدوی سرمایه تو بخش 20 و 22 کاپیتال جلد 1 صحبت میکنه و اون اینه که فکر میکردند در واقع تبذیر امساک مصرف نکردن باعث میشه که سرمایه انباشته بشه، پسنداز باعث میشه که پول جمع بشه و این سرمایه داری را بیفته، یعنی مصرف نکردن و پسنداز کردن عامل محرکه قصه است و مارکس در واقع ریشخند میکنه میگه نه آقا این حرفا چیه، این نبوده که اونایی که سرمایه داران اولیه هستن آدمایی بودن ممسک، حالا به قول در واقع مکس وبر
سعی کرد اینو از زاویه فرهنگ پروتستان توضیح بده که اینا در واقع کسایی بودن که کمتر مصرف میکردن، ارزش کار قبول داشتن، ارزش پسنداز قبول داشتن. اینا مارکس میگه آقا تجارت برده بوده، تجارت سگانه برده بود، مسئله اخص مالیات ها بوده. یعنی اگه با تاریخ قرن 15 تا 19 رو ببینیم، میبینیم یک انباشت سرمایه صورت گرفته. این خیلی فرق میکنه دوست عزیز من با غارت. آره غارت قبل از صفویه هم بوده، ولی غارت یه چیزه، شکل گرفتن سرمایه یه بحث دیگه است. و منظور از غارت میتونه درش مال یا فورچون ولت ایجاد بشه، ولی نه سرمایه. سرمایه عبارت از اون مجموعه ای است که قرار ارزش افسوده ای برش استحصال بشه. شما میتونید یه قصر بزرگ بسازید، اهرام ثلاثه بسازید، غارت کنید و ثروت های زیادی رو بر هم جمع کنید، ولی از این ثروت افسوده سرمایه حاصل نشه. ولی برعکس میتونید این رو جمع کنید و راه بیندازید برای تجارت کالاهای مصرفی، ببخشید کالاهای لوکس مثل فلفل. این میشه سرمایه داری قرن 15 در ونیز، در پرتغال. یعنی این داره تبدیل بشه به یه کاری که هدفش سوداوری بیشتر باشه و به کار گرفته بشه. و اون چیزی که شاخص اول است این که انباشت صورت بگیره، این تجمع سرمایه اولیه صورت بگیره. انباشت بدوی انباشته. ویژگی که در مورد ایران هستش و من سعی کردم روش تاکید بکنم، شما میگید انباشت، بعد از اون ور میگید فرار سرمایه. خب خیلی جالبه، پس یه انباشت در کشور صورت نگرفته. میگید انباشت ولی میگید که آقا چه چیزی از سرمایه مستهلک شده بازسازی شد. میگید درآمد نفت، میگید چقدر چاهای نفت و حتی شیوه های استخراج نفت رو نو نکردن. مهندسی نفت، تمام کسانی که تو بخش نفت دارن کار میکنن و مهندسیشون، از وضعیت خراب استخراج و نوع برآورداری از نفت در واقع صحبت کردن. ما در انباشت بدوی چه در مورد نمونه شورویش که آمدن و در واقع با کلکتیویزاسیون اجباری دهاقین رو کشتن، غارت کردن، اینا مسئله این بوده که سرمایه اولیه برای توسعه صنعتی کردن روسیه فراهم بشه. در انگلستان اون انباشت اولیه‌ای که از تجارت برده شکل گرفت برای چی حاصل شد؟ برای این شد که در واقع انقلاب صنعتی بتونه ممکن بشه. در آمریکا تجارت پلانتاسیون‌های پنبه برای توسعه سرمایه‌داری آمریکا بود. خب در ایران شما نگاه می‌کنید، من کاملا قبول دارم که به یک معنای انباشت اولیه در دوره رضاخان و شاه شکل گرفته، ولی خواهش میکنم شما نشون بدید که کدوم انباشت گسترده‌ای در نتیجه انباشت اولیه صورت گرفته. خاص ایران هم نیستا، وقتی دیوید هاروی به این راحتی میگه که این انباشت در همه جا بوده، شما بسیاری از این کشورهای آفریقایی رو در نظر بگیرید که انباشتی صورت نگرفته. مضاف بر این، اینجوری نیستش که اون چیزی که در آمریکا صورت میگیره غارته، ولی شکل‌های غارت خیلی متفاوته. و البته من قبول دارم مفهوم سرمایه‌داری سیاسی در مورد دونالد ترامپ هم صادق هستش. سرمایه‌داری سیاسی هم مثل انواع سرمایه‌داری بازار شکل‌های گوناگون داره. ریوالوینگ دورز، یعنی شما اگر در واقع یه ائتلافی رو می‌بینید بین صاحبین سرمایه و اونهایی که در سیاست نقش بازی می‌کنن، بودجه انتخاباتی و رقابتی آمریکا هم هی داره اینفلیت میشه، متورم میشه. خب این رو شما بیاید مقایسه بکنید با ماجرای قرن 19، اصلا شرایط فرق کرده. این شما اگر در واقع با کارهای کولکو آشنایی داشته باشید، کارش در واقع در مورد ریگولیتری استیت، دولتی که در واقع داره اقتصاد رو نظم میبخشه، تنظیم میکنه. خب ببینید چجوری ربط داره به افسایش مداخلات دولت در تنظیمات اقتصادی از اوایل قرن 20. او مطالعه میکنه فاصله 1900 تا 1912 و اینکه این چیزی که اونش اسم میبره کولکو در کارش در 1963 و 1965، دو اثر مهمش هست روی سرمایه‌داری سیاسی در آمریکا. شما میبینید چجوری راه آهن کشیدن،
چجوری در واقع کنترل کردن شبکه صنایع غذایی و مصرفی، چگونگی صنایع داروسازی، چگونه اینا در واقع وسیله شدن برای اونایی که قرار بوده قاعده بذارن سرمایه‌دارا رو کنترل کنن، بر اثر لابیینگ سرمایه‌دارا در واقع قوانین خودشون رو به اصطلاح به تصویب رسوندن که بیشتر بهشون نفع برسونه. خب این اصلا مکانیسمش، نحوه عمل کردش، یا اون چیزی که در اوربان هستش در مجارستان که به اصطلاح کورپوریت رید بهش میگن، چجوری شرکت هایی که وابسته هستن به دستگاه سیاست میبلعن شرکت هایی که وابسته نیستن. خب این خیلی مکانیسمش متفاوته دوست من با مکانیسمی که بین قرن 15 تا 19 انجام شد. ولی من فکر میکنم که استفاده از مفهوم انباشت بدوی چه به مفهوم روزا لوکسانبورگش که از نظر من مورد پذیرش نیست، چون میتونه سرمایه‌داری بدون خشک شدن افتادن نداره، سرمایه‌داری میتونه از طریق روابط دو بخشش مدت‌ها همینطور کارش انجام بده، احتیاج نره یه جایی حتما یه نظام غیر سرمایه‌دارانه‌ای باشه تا بتونه توسعه پیدا کنه. یک. دو، این که غارت صورت میگیره به تنهایی معنیش انباشت بدوی نیست، و این اعتباری که شما میگید به این اعتبار در ایران قبل از صفویه انباشت بدوی بوده، به نظر من تفسیر غلطی رو شما میکنه. هر جا غارت اینجوری نیست، تیمور و چنگیز هم یعنی مغول ها غارت کردن، سیستم آبیاری ایران رو داغان کرد. خب این اصلا معنیش این نبود که انباشت بدوی داشتن میکردن. صفویه فرق میکنه، اونم نه همه دوره تاریخی صفویه. ما در دوره از تاریخ صفویه شاه طهماسب دارای و شاه عباس دارای به اصطلاح افسایش رشد سرمایه تجاری هست، و این قابل فهمه که یه جوری و پاری افراد گفتن که این یک نوع انباشت اولیه سرمایه بوده. در همون زمان در این حال برخی از کشورهای برخی از مناطق هندوستان رو در قرن 19 به همین اعتبار در صنعت نساجی میگن. بنابراین یک، غارت مساوی انباشت بدوی نیست. دو، انباشت بدوی انباشته، در مورد ایران انباشتی صورت نگرفته، یا به عبارت دیگر به نفع پاتریمونیال صورت گرفته، بخش مهمی از ذخایر ارز ایران مرتبه از کشور داره خارج میشه و یه دی اکیومولیشن صورت گرفته. مقایسه کنید درآمد سرانه ملی امروز ایران رو با دوره قبل از انقلاب، یک سوم هنوز از قدرت خرید ما کاهش داره نسبت به دوره قبل از انقلاب. این آقای حسن منصور یکی از فاکتورهای، من با همه حرف ایشون موافقت ندارم، شما حتما مصاحبه منم دیدید با تفاوتایی دارید با این همکارمون، ولی یه چیزی رو که به درستی میگن اینی که آقا میزان درآمد سرانه ملی ایران رو مقایسه کنید قبل و بعد از انقلاب با امروز جمهوری اسلامی، ببینید چقدر از دست رفته. خب بنابراین شما شاهد یک چنین تنزلی هستید، ولی به ازای اون شما سرمایه انباشت نکردید. تمام نرخ بازسازی سرمایه استوار ثابت در ایران رو خواهش میکنم نگاه کنید، ببینید چقدر اینجا انباشت نکرده. ممنونم. مرسی مقداد عزیز. سیامک شما بفرمایید. رفیق سیامک شما وقت گرفتید، بفرمایید بحثتون رو مطرح کنید. اوکی برس تونستم امید کنم. مرسی، خیلی ممنون آقای بابی از این سخنرانیتون، خیلی جالب بود. و من سوالی که دارم در واقع دو سواله، و بیشتر شاید بگم از جنبه خیلی عملی یا کنشگری هست. یکیش جنبه، سوال اولیش در واقع یه قسمتی بود که در واقع روشن شدنش، اگه بتونیم مدار روشنش بکنیم، بود که در یه جایی خودتون اشاره کردین که خب تو این جنبش ها ما شاهد بودیم که، و این مورد بحث خیلی از کنشگرام هست، که قسمت زیادی از کارگران نمیان وارد جنبش بشن، مخصوصا اونایی که تو
مثلا بگیم حالا صنایع بزرگتر دارن کار میکنن و یه جا خود اونجا یه مقدارش توی یه جایی شما به این مسئله اشاره کردین، ولی من دقیقا متوجه نشدم که آیا داشتین یک دلیل اقتصادی بهش میدادین یا دقیقا چی بود. نمیدونم اگه یادتون هست، اگه بتونم روشن کنین. سوال دومی هم این است که با توجه به این منظره، این چشماندازی که شما دادین و با توجه به این که خب تو همین مثلا جنبش آخر ژینا یک مثلا حالا یه اپوزیسیونی که حالا بتونیم اگه بگیم در خارج یه سری حرکت هایی میخواستن بکنن که بیان مثلا این دست بزن به مسدود کردن یا قبضه کردن یه سری از این سرمایه هایی که از ایران خارج میشه توسط حالا دستندرکاران یا سالا بخصوص سباه اینا. من میخواستم ببینم که به نظر من نمیدونم حالا این سوال خیلی راحتی هم باشه برای شما جواب بده، این اصلا از نظر استراتژی یا تاکتیک اصلا واقعا اثری داره با توجه به این چشمنداز منظری که شما دادی؟ چون من اگه کلی مثلا مسئلش که شما منظری که دادی رو بفهمیم، من به نظرم اومد که زیادم به نظر میاد که نباشه اصلا اینقدر اینا انرژی و وقت بذارن که یه همچین کاری بکنن. گفتم اگه شما نظری دارید یا چیزم در این مورد اگه بگین خیلی ممنون میشم. مرسی. من سعی میکنم به دو پرسش خیلی مهمتون پاسخهایی بدم. اصلا مدعی نیستم که این پاسخهایی که من میدم پاسخهای نهایی قطعیه، واقعا برای من همچنان موضوع پژوهش بیشتره، ولی با یه جهاتیش رو میشه آدم بفهمه. ببینید دو تا نکته است، یکی غارت، یکی استثمار مدرنه، یکی تبعیض، مبارزه علیه تبعیض، یکی مبارزه طبقاتیه. خب یکی از نکاتی که ما باید در واقع راجبش مکس کنیم اینه، چرا مبارزه علیه تبعیض بیش از مبارزه طبقاتی برجسته شده؟ اینه برای پاسخ دادن به پرسش اول شما. بعد برمیگردم بیشتر روی اون یه مقداری خم میشم و نگاه میکنم. ببین من میخوام بگم که یه عوامل اقتصادی اجتماعی در حوزه انباشت ویژه‌ای که ما داریم وجود داره که فاکتور تبعیض رو بهش جای ویژه‌ای میده نسبت به طبقه. نمیگم کارگران در نیستن، به هیچ وجه ما کارگر و زحمتکش در جنبش های به اصطلاح اجتماعی 96 به این سوی فراوان داریم و اصلا نکته این نیست که کارگر هست در مبارزه هست و اتفاقایی که از تفاوتهایی که با داره به اصطلاح شاه داره اینی که این کارگران لزوما از روستاها نیومدن، در واقع در خود شهرن و به هویتشون به یه معنا به عنوان کارگر بیشتر آشنایی دارن تا به عنوان روستایی. خب و اصلا روستاها هم چهرهشون عوض شده، شهرستان کوچک جای دیگه ای پیدا کردن غیر از روستا. خب من فکر میکنم مطالعات میدانی جامعه شناسی که صورت گرفته این تفاوت ها رو آشکار میشه. به همین دلیل شما کلمه طبقه و طبقه کارگر زیادتر هم به یه اعتباری امروزه میشنوید تا در دوره شاه. ولی نکته ای که دارم اینه که شکل بروز جنبش هایی که جنبه در واقع دیسکورس انقلابی پیدا میکنن، جنبش های قوی و نیرومند اجتماعی هستن، ما مشابه اینا رو 96 و 98 داریم. این جنبش ها کمتر جنبش هایی هستن که از محل کار از کارخانه های بزرگ شکل میگیرن، بیش از همه از محلات شکل میگیرن، بیشتر شباهت دارن به جنبش همین جلیق زرد های فرانسه. و علتش هم این هست که بخش مهمی از حمله‌ای که به طبقه کارگر میشه به صورت عمومی در حوزه سیاست نه در حوزه تولید.
و شاید یکی از علل اصلی این که نوع سازماندهی مبارزات و اعتراضات محلی هم هست دقیقاً به خاطر مختصات این نوع سرمایه‌داری میشه. هیچ گونه اغراقی کاهش یافتن به اصطلاح مشاغل دائم یا قراردادهای دائمی کار و افزایش قراردادهای پیمانی از کجا ناشی میشه؟ به باور من از رشد پاتریمونیا. یعنی ببینید ما چند تا صنعت داریم که صنعت هم دیگه، مثلا پتروشیمی، مثلا خودروسازی. محاسبه شده چقدر خودروسازی و پتروشیمی به لحاظ اقتصادی کارایی داره. افیشنسی اقتصادی چیه؟ هزینه واقعی تولید بدون سوبسیدها و بدون یاری ها چقدره؟ هر دوی اینها ربطی ندارن حیاتشون به حوزه صرف اقتصادی یا اساسا اقتصادی. فاکتورهای سیاسی عامل تعیین کننده در ادامه‌شون. خب کاملا قابل فهمه چرا شما مثلا حتی در شرکت نفت اصلا کارگرای استخدامی دائم یه بخش مهمیشون بخش حفظ امنیت داخلی حراسته و به اصطلاح کارگران موقت زیادن. اشتباه نشه در میگی نئولیبرالیسم هم کارگر موقت، بله کارگر موقت به دلایل اقتصادی میخواد درآمده، میخواد قیمت نیروی کار رو ارزونتر کنه، رقابت رو بکشه به پایین آوردن ارزش دستمزد. نه اینکه در ایران این حاصل نمیشه، این حاصل میشه. کارگران از به اصطلاح قوت لایموتشون محرومن، ولی علت این امر نیست که رقابت اقتصادی داشتن میکردن میخواستن روی هزینه ها صرفه جویی کنن. خیر، به خاطر اینی که سود اصلی در حوزه سیاست دارن میبرن و این احتیاجی نداره به تولید. این رشد اصلیش پاتریمونیاله. یعنی میخوام بگم این عامل سیاست چه نقشی داره در یک اتفاقا اینکه دولت هرچه بیشتر تفره میزنه از قراردادهای ثابت، از یک رژیم تولیدی. اگر شما برید پای یک جور رژیم انباشت به اصطلاح مستمر، خب جنبش خصلت طبقاتیش قطعا بیشتر میشه. وزن کارگران، در واقع اینجوری بگم، وزن کارگران در مبارزات اجتماعی به عنوان کارگر، نه به عنوان زحمتکش، نه به عنوان در واقع مفلس، افزایش بیشتری پیدا میکنه. نه فقط در ارتباط با قطع یارانه ها، بلکه در ارتباط با بهره مند شدنش از بازدهی کار افزایش پیدا میکنه. در آلمان شما نگاه کنید همینه، در فرانسه بخشایی که همچنان متشکلن از جمله صنایع خودروسازی شد همینه، در کانادا همینه، در هر جای دیگه این سرمایه داری همینه. ولی در مواقعی که شما این ویژگی رو دارید که در ایران ما داریم، درآمد نفت دو، یه انباشت بزرگی صورت گرفته بر مبنای جابجایی ها و مصادره ها، خب این مختصاتش فرق میکنه. بنابراین بذارید بگه که چرا کارگران نمی آیند؟ کارگران می آیند. من فقط مسئله اینه که به لحاظ جنبش انقلابی باید لحظه ای باشه از یک جور به اصطلاح قطع درآمدهایی که به لحاظ سیاسی بهشون حمله شده، همزمان با اعتراضایی که علیه تبعیضات صورت میگیره و رژیم سر این بازی میکنه. تمام مواردی که جنبش های ضد تبعیض در حال نوزگیریه بسیار سعی میکنه کنار بیاد موقعیت مربوط به سیاست مربوط به یارانه هاش رو، یعنی سیاست یارانه هایی که از شاخصه اصلی رژیم. اگر در دوره جنبش جینا، اوایل جنبش جینا، اگر شما خاطرتون باشه بحث این بود که به خاطر جنگ اوکراین و اینا ایران مجبور سوبسیدای آرد و اینا رو قطع کنه و دو مرتبه ایران خواهد رفت پای این که با توجه به این که به ارز احتیاج داره بنزین رو قیمتش رو برای چیز افزایش بده، برای اینکه بازار داخلی ارزون فروخته میشه و این قاچاق میشه بنزین. خب ولی رژیم سعی کرد با احتیاط بسیار این قصه رو انجام نده و از این قصه ممانعت به عمل بیاره. من میدونم محدودیت های رژیم داره، شاید تا ابد نتونه این کارو بکنه، ولی دلیل اقتصادی این قصه رو نباید فراموش کنه. در مورد منظره مسدود کردن سرمایه به خارج، ببینید ما خیلی امروز
اشتباه میکنیم اگر بگیم که سپاه رو میشه تحریم اقتصادی کرد. تحریم محریم انجام شده، ولی مگه در واقع تمام صرافی هایی که در آمریکا و کانادا هستن، این بازار خلیج در واقع کشورهای خلیج، بازار طلا و ارز، مگه اینا رو کی داره میگردونه؟ این اسکله‌های آزاد رو مگه کی داره میگردونه؟ بحث من اینه که انفال مسلط شده بر اقتصاد ایران. من توضیح دادم که انفال مراحل رشدش رو در سه بخش 1979 تا 89، 89 تا 2005، 2006 تا امروز، که چجوری انفال سیستم شرکت‌ها رو در ایران تغییر داده، سیستم بانک‌ها رو تغییر داده، اوقاف رو تغییر داده و دستگاه نظامی و اداری بنیادهای اقتصادی و بهره‌برداری از زیر ساختا و نفت رو تغییر داده. یعنی من اونو مشابهت دادم با سلولای سرطانی، گفتم در ایران کاملا گسترده است انفال. بنابراین اگر اینو در نظر بگیریم، اینجوری نیستش که شما میتونید به سپاه رو بایکوت کنید. تمام این حرفا رو، قوی ترینش رو برای فشار حداکثری آقای ترامپ زد، ولی هیچ وقت شما شاید هیچ تغییری نه در عملکرد سر رو. الان هر ایرانی نگاه کنید، بخواد یه ارز رو وارد کشور کنید، ارز بخواد از ایران ریال به خارج وارد بشه، مردم ایران همه تبدیل شدن به قاچاقچی جعل کردن. اصلا صرافی ها بهتون یاد میدن چجوری شما جعل کنید تا پول شویی کنید، پول بفرستید خارج، جعل اسناد کنید. این الان شده مقیاس توده‌ای. من برام با مزه بود، میگفتن که ایران به چیز داده، پهپاد داره میفروشه به روسیه و در این حال وسایل دور زدن تحریم ها رو ایران داره یاد میده به روسیه. اولی رو خیلی تردید داشتم و دارم که چیه نقش ایران و پهپاد. نه اینکه بخش الکترونیک، بخش دانشگاهی ایران بخش ضعیفیه، نه خیلی هم بخش قویه، ولی باز در اون رو تردیدم. ولی در اینکه چجوری باید دور زد و بازاریابی کرد، به هیچ وجه تردید ندارم که استادن. و یکی از فاکتورهایی که تصریح کرده نقش سپاه رو اتفاقا تحریم هاست. تحریم ها نه تنها مانع رشد سپاه نشده، تحریم ها باعث شده که سپاه هرچه بیشتر مدیریت نفت رو و فروشش رو بودن به دست بگیره. بنابراین اقتصاد تحریم خودش یه موضوعی که قطعا باید بحث بشه و آدم ببینه این اقتصاد تحریم به نفع کی و به ضرر کیا بود. مرسی رفیق مرداد. دوست عزیز آقای علی پرسان در نوبتن، بفرمایید دوست گرامی. با عرض سلام، من ممنونم از مرداد عزیز و دوستانی که این برنامه رو سازماندهی کردند. سلام عرض می کنم به همه کسانی که در این جلسه هستند. تشکر من به ویژه از مرداد عزیز هست، به خصوص که در این سالها یک زاویه جدیدی رو باز کرد برای دیدن این واقعیتی که در ایران جریان داره. من سوالمو خلاصه می کنم. این ویرانگری و به عبارت دیگه خود ویرانگری چقدر دیگه میتونه ادامه پیدا کنه؟ من انتظار پیشگویی پیامبرگونانه ندارم، اما واقعیت اینه که آخه این چقدر میتونه اینجوری پیش بره؟ یکیش اینه، این سوالمه. سوال بعدی اینه که گزینه‌های جایگزین این سیستم چه میتواند باشد؟ ما تصوری داریم از گزینه‌های مختلف جایگزین. آیا همه چیز یکباره اتفاق میفتد یا میتواند مرحله‌ای باشد یا مرحله‌ای شدن این تغییری هم که به ناگزیر باید صورت بگیره؟ از نظر اقتصادی فقط دارم میگم، به نوعی قابل تصور هست. پایان سوال من. ممنونم. علی جان، اولا سلام خدمت عرض میکنم و با شرمندگی که جلسه رو در کل من نتونستم بیام دفعه پیش و تو لطف داری، محبت داری که در واقع اغماز میکنی و به من به سلام یک کار چیزی شده. امیدوارم که بتونیم جلسه آتی رو که برگزار میکنیم به یه سری از مسائل برسیم. هر دو پرسش تو های اهمیت. اجازه بده اولی بگم. ببینید، ویرانگری و خود ویرانگری،
این جاش چیه؟ باور کنید من یکی از نکاتی رو که فکر میکنم به نحو بسیار عمیقی مطرح شد از جانب انگلز در اواخر دوراشون این بود که در مقابل بشریت دو راه هست، یا سوسیالیسم یا بربریت. این در مانیفست هم یه جایی اومده که منازعه بین طبقات اصلی میتونه به نابودی یکی یا ویرانی هر دو منجر بشه. خب اتفاقا جنگ بین برده ها و بردارا در روم آخرش اونا رو اونقدر ظریف کرد که ژرمن ها حمله کردن و حاصل حمله ژرمن ها به نظام روم ایجاد نظام فئودالی شد. خب و مسئله انهدام در اندیشه مارکسیستی برای فهم کاملش یه محدودیت هایی وجود داره، برای اینکه زیربنا و روبناست و این زیربنا اقتصادی خوشبینی که در مکتب منچستر هست که بنیاد همه چیز رو اقتصاد میدونه توی اندیشه مارکس و انگلس هم هست، یه تولیدگرایی خاصی توشون هست. خب این خوشبینی در من نیست و من اتفاقا اون عناصری که توی اونا راجب ویرانی و انهدام بوده خیلی توجه من جلب کرد، به خصوص ما، یعنی مایی که در خاورمیانه هستیم. اونا ببینید مارکس و انگلس انقلاب صنعتی رو تجربه کردن، پیشرفت پشت پیشرفت اقتصادی، درسته فقر و ادبار طبقه کارگر رو دیدن ولی اینو در یک متن فقط فقر و ادبار ندیدن، اونها واقعا کارگران رو به عنوان مفلس نمیدیدن، به عنوان نیروی جدید صنعتی که قرار از این صنعت نو بیرون اومده و قرار جهان رو متحول بکنه میدیدن و به همین دلیل قدرت کار مارکس نسبت به سوسیالیست‌های دیگه است. یکی از، یعنی شاید از نظر من بزرگترین اندیشمند تاکنونی نهضت سوسیالیستی و کمونیستی کارل مارکس. البته کامل نیست، البته وظیفه هر سوسیالیستیه که به جنبش و واقعیات جنبش متعهد بدونه، نه اینکه آیین و دوجم بکنه مارکس. من فکر میکنم ما کسانی که در ایران مبارزه برامون شروع شده و از اونجا یاد گرفتیم و از اونجا با جهان به اصطلاح یه روابط دیگه ای رو فهمی دیگه ای رو پیدا کردیم و حتی اگر از جهان شروع کردیم ولی باز با ماجرای کشورمون گره خورده، ما تجربه انهدام داریم. این 44 سال نگاه کنیم، من کتابی که دارم The Political Economy of Destructive Power، قدرت سیاسی نیروی مخرب یا ویرانگر، اساساً برای این مبنا نوشته شده که چرا باید تخریب جزوی از اقتصاد قرار بگیره. باور کنید که تخریب ابعاد خیلی خیلی بزرگی داره، حتی بیشتر از ساختن. برای اینکه شما میتونید تخریب یه انسان رو با یه تیر میشه کشت، ولی برای بزرگ شدنش، رشد کردنش ببینید چقدر کار لازمه. به طور کلی تخریب ساده تره. مهندسی ارتش برای از بین بردن پلها و ساختمونها به مراتب کاری ساده تره تا مهندسی ساختمان یه خانه و غیره. خب ما یکی از چیزهایی که دوستم علی پرسام میپرسه که تا کی میتونه پیش بره، ببینید این قصه ای که در مورد دماوند پیش اومده من تو کارم بهش اشاره کردم و این ماجرای اکولوژی ایران، محیط زیست ایران. خب به نظر من راجع به خشک شدن آب ها، زاینده رود رو شما در نظر بگیرید، فقط زاینده رود نیستش که، دونه دونه از کرخه تمام آبهای جنوب و شمال و وسط کشور در واقع شما با همین گرفتاری خشک شدن منابع رودرو هست. خب بعضیش دیگه خیلی مثل دریاچه رضاییه واقعا اسفناکه. خب شما اینا رو نگاه کنید، من به سهم خودم اصلا بر این باور نیستم اونچه که من کردم تمام حق مطلب رو ادا کردم، به مراتب دورتر از این، ولی نشون دادم رابطه انفال و گاورننس به وسیله سپاه در این امر چقدر مؤثر بوده در سرعت بخشیدن به این انهدام محیط زیست. خب اینجا داریم عجیب نسلاتی داریم قرج میکنیم دیگه، این گرده ها و غبار هایی که الان پخشه در بخش مهمی از کشور، این آلودگی مرتب هوای ایران، تهران و بخش از مناطقی که درش ملیت های اقلیت هستن، بیشتر حتی بلوچستان. خب این تا کی میتونه پیش بره؟
خب اینا ظرفیت های محیط زیسته. دوم، کشوری مثل ایران، من دارم عرض میکنم 44 سال اخیر، بخش مهمی از اون چیزی که ما به اصطلاح رشد میگیم، یا اگر درآمد نفت نبوده همین دست به دست شدن پاتریموان ایرانی بود. حتی شما اگه نگاه بکنید بخش مهمی از چیزایی که انجام شده، مثل راهسازی، مثل فرض کنید از این مالای بزرگ که خیلی هاشون برای تظاهره، میخوام بگم توی تهران مثلا چند تا مال بزرگ داره. خب البته اونایی که این مالا رو میسازن بعدم خراب شده دیگه، قبل دوره قبل از جنبش ژینا تو اصفهان دیدید دیگه چی شده، اصلا سرستاش دیگه نیست. خب یه بخش مهمی از این چیزایی که ساخته شده یا تظاهره یا این زیر ساخته است، با چه یارانه ها و چه پیمانکاری هایی که چه پول گندهی صرف شده، یعنی میزان بهره‌دهی سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری در ایران یکی از ضعیفترین کشورهای منطقه است. خب حالا پاسخ اینه که تا کجا پیش میره؟ قطعا محدودیت داره، ولی مشکل واقعا زمانی شروع میشه که قدرت از دست اینا بیاد بیرون. امید بکنیم که چون یه عده‌ای که علیه غارت دارن میجنگن برای سهیم شدن در غارت، این رو میدونیم. من در این فاصله‌ای که جنبش ژینا بود در یک چند مورد صحبت کردم در مورد برنامه اقتصادی آتی چه باید کرد. خب یکیش هم شما شاهد بودید احتمالاً، در برنامه صفحه 2 بی بی سی بود، خانم فرناز قاضی‌زاده من و همکار محترمم آقای منصور رو آوردن. ایشون جزو کسانی هستن که توی طیف مشروط خواهان معترضن، اعتراض میکنن. ولی من از شما سوال میکنم واقعا چه در اون به اصطلاح پلتفرمی که داده شد به عنوان جنبش در واقع ژینا از جانب سلطنت و اون هیئتی که دور هم جمع شدن، اون 6-7 نفری که دور هم جمع شدن، خب اون پلتفرم چی بود غیر از این که گفته بود در فتح ایجاد بشه در ایران، یعنی مسئله به اصطلاح روشنسازی عملیات بانکی بین المللی در مورد اقتصاد ایران انجام بشه. این عزیزان، این دوستان، این آقایان و خانوم ها در مورد برنامه اقتصادی بعض جمهوری اسلامی چه گفتن؟ یک کلمه شما بگید که اینا در مورد اموال بنیاد مستضعفان، ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام، آستان تولیت قدس رضوی یک ذره حرف زده باشن. خب اینا همه اقتصاد. چرا؟ برای اینکه اگر شما بخواید بگید که آقا برای انجام انقلاب باید بخشی از سپاه رو داشت، باید بخشی از این کسانی که امروز حاکم هستن رو همراه کرد، خب نمیتونید به اموالشون تعرض کنید که بر رفع ادارش رو بگید. بنابراین برنامه اینا رو نگاه کنید، یکی از جای اصلی اقتصاد غایبه. اقتصاد فقط میشه این که به لحاظ بین المللی شفافیت صورت بگیره و معاملات با غرب انجام بشه، به غزه و فلسطین هم کمک نشه. خواهی شد برنامه اقتصادی؟ فساد رو هم قطع کنیم. چجوری عزیز من؟ حالا اما فرض بگیرید که بر حسب یک توازن قوای بسیار عالی، یک روز موعود که من اصلا متاسفانه آدم بدبینی هستم و بدبینی هم هی روز به روز افزایش پیدا کرد، نکارش، قدرت بیفته دست یک جریان چپی که میخواد با یه اندیشه رادیکال ولی با توجه به واقعیت‌های جامعه ایران، منطقه و جهان تغییراتی رو ایجاد کنه. بدبخت اون رژیم. آیا مرحله به مرحله، دو تا سوالی شما کردید علی جان، اقتصاد ایران اصلا اصلاح پذیر نیست. چرا اصلاح پذیر نیست؟ برای اینکه سه نهاد اصلی که پایه این اقتصادی که من براتون گفتم عبارتن از ولایت فقیه، انفال و اون چیزی که من بهش میذارم هماهنگی ویرانگر یا نهادهای موازی، یعنی اینا نهادهای اصلی. این نهادها اصلاح بشو نیستن، فقط و فقط باید انقلاب بشه. اصلاحات بعد از اینکه این رژیم واژگون بشه، رژیم دیگری جایگزین بشه، فرض رو بگیریم
یک رژیم چپ باشه در ایران، چپی که شور اداره کشور رو داشته باشه، اون چپی که خودش یه جوری دیگه همون کارهایی رو که میکنه که جمهوری اسلامی هم میتونه بکنه، نه، خب یه چپی باشه که شور معینی داشته باشه بخواد بکنه. این باید لااقل 20 تا 30 سال جام بکنه، کلی مرحله بندی کنه که چیکار باید بکنه. مرحله بندی 100% لازمه. آمدن برای خارج شدن از یک رژیم سرمایه‌داری سیاسی اسلامی، اصطلاحی هم که من به کار بردم، دوست عزیزمون کامیز گفته بود که شاید اصطلاح رو به کار نبره، خواهش میکنم توجه کنید. اقتصاد اسلامی بگید، من میگم دارید طرف منو تحریف میکنید. سرمایه‌داری سیاسی، نه سرمایه‌داری بازار، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی یکی از ورینت های سرمایه‌داری سیاسی. خب این شما بخواید از این ریل خارج بشید، میدونید با چه تجهیز ساختاری بدید؟ اول باید پابلیک فایننس رو عوض کنید، یعنی مالیه عمومی رو، نحوه اداره خزانداری عمومی رو، نحوه برخورد کردن به بیت اما و دارایی‌هاش خودش قصه ایست. خب من در جایی صحبت کردم راجع به برنامه آلترناتیو بدیل. خب برنامه من این نیست که برنامه اقتصادی من این نیست، لغو ارزش، لغو کار مزدوری برای دوستان دیگه ای که صحبت کردن، لغو کار مزدوری در ایران نمیتونه الان صورت بگیره، بالا برید پایین بیاد، اصلا ما بسیار دوریم از لغو کار مزدوری، بسیار دوریم، نه، ولی یه سری کارهای دیگه ای قطعا لازمه به عنوان برنامه انتقالی انجام بده. به هر حال آره مرحله ایه، ولی اول باید یک انقلاب صورت بگیره و این کار انجام بشه. کی چگونه؟ والا من نمیدونم، فقط میگم که بدبخت هر رژیمی که بخواد بعد از این رژیم بیاد، مگر رژیم غارتگران که بخواد ادامه بده غارت رو، سنگ شدن در اون کار زیاد سختی نیست، ولی ایران تغییر اقتصادیش به زمان احتیاج داره، حداقل زمان لازم. اگر ما یه سری از تجربیات در نظر بگیم، من میتونم توضیح بدم چرا 15 تا 20 ساله تازه وارد این سری از کارهای جدی تر شدن. ممنون مهرداد عزیز. دوست گرامی آقای نیکفر در نوبتن، ببخشید خیلی مدت زیادی همینجوری در انتظار بودید، بفرمایید صحبت. سلام به همه دوستان، سلام به مهرداد عزیز، خیلی عالی بود. مهرداد اینقدر می نویسه که آدم باید تعطیل بکنه و آدم خودشو برسونه بخوندن. من کتاب انفال رو در دستور کار دارم و هنوز متاسفانه نرسیدم. به این جهت این سوالایی که می کنم ممکنه به بدفهمی من برگرده که مهرداد تحصیل میکنه. من در واقع من سه دسته سوال دارم و چون دیگه خیلی دیر وقت شده، من از اون سه تا سوال دوتاشو میذارم کن وقتی که مهرداد آمد بحث کنیم با هم. میذارم یک موضوع به اونو میپردازم که نه عنوانشون رو بگم، یکی به سخنرانی برمیگرده و مسئله انفال که اینو مطرح خواهم کرد، یکی به مسئله تبعیض و طبقه که بحثی رو که در جوابی که به سیامک مهر دادید، بعد یکی هم مسئله در واقع هیئت حاکمه و تصوری که بدون این که مطرح کنید روشن، ولی به نظر میرسه که یه تصوری خاصی از ترکیب این هیئت حاکمه دارید که اونم حداقل من ابتدا مایلم تصریح بشه که بعد بتونید روش بحث کنید. این دوتای آخری رو میذارم کنار، میپردازم به موضوع انفال. مشکل که من دارم با این بحث شما اینه که بر اساس یک دید سنتی از تاریخ اسلام پشتش هست، یعنی این که
یه اسلام میاد و بعد این صاحب یک فقه میشه و بخشی از این فقه به صورت فقه شیعه است و بعد این میاد و بعد در جمهوری اسلامی این فقه و بخش انفال اون در واقع مورد اساس قرار میگیره، در واقع به نوعی ایدولوژی و راهنمای اقتصادی یا توجیه کرد یا هر چی اسمشو بذاریم میشه و در نتیجه شما جدی گرفتید به اسم انفال مطرح کرد. این پشتش یک دید سنتی در مورد تاریخ اسلام وجود داره که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. یک، از جانب ما الان تاریخچه فقه اسلامی رو داریم در واقع در شکل تجدید نظر شده و تدقیق شده که در 30-40 ساله اخیر تحقیق شده. این فقه به هیچ وجه در اون دوره محمد و به اصطلاح فرضی محمد و خلفای راشدین شکل نگرفته، بلکه بعداً این فقه شکل میگیره. هم جالبه بدونید که تحقیقات وجود داره که چجوری یک رکنش حقوق رومی هست و در این مورد کارهای خوبی در سالهای اخیر ایجاد شده و یکی دیگه مملکتداری ایرانی هست، یعنی در واقع اونچه که الان به عنوان ایران شهری صحبت شده. محمد جابری در این نقد عقل عربی هم به درستی مطرح میکنه که آنچه که ما به عنوان خلافت میشناسیم در واقع چیزی جز ادامه پادشاهی ایرانی نیست. و در نظر بگیرید که من همین طوری که صحبت میکردی من دوباره نگاه کردم برای اطمینان به فرهنگ لغت عرب. ملک، مالکیت، مملکت، ملک، اینا همه یک ریشه هستن. یعنی مملکت تعلق داره به ملک. بعد ملک کی هست؟ یعنی همون سلطان و پادشاه، صاحب الامر و سلطه علا امه او بلاد، یعنی صاحب امر و سلطه است چه بر مردم چه بر سرزمین. مملکت دارایی اونه، یعنی جزء به اون تعلق داره، یعنی اون چیزی که در واقع شما به عنوان چیز مطرح میکنید، به عنوان انفال مطرح میکنید، زیر رژیم سلطانیزم قرار میگیره و این اسلامیزم یک لهجه‌ای هست از اون سلطانیزم و ما این بستید پادشاه رو حتی در زمان پهلوی میبینیم که در هر جایی که چه رضا شاه چه پسرش به راحتی میتونن دست ببرن، یعنی در اونجا هم ما سرمایه‌داری سیاسی رو داریم. اینجا فقط قول خود شما به درستی میگید سرمایه‌داری اسلامی. در نتیجه شما اینقدر تاکید میکنید بر انفال که آدم حس یک فرماسیون یا یک چیز خیلی ویژه بهش دست میده، در صورتی که به نظر من بهتره که همه اینا در واقع زیر مسئله سلطانیزم و در نهایت استبداد شرقی به کار برده بشه، نه اون چیزی که ویتفوگل مطرح کرده، ولی در کنار اون به هر حال تحقیقات بیشتری صورت گرفته در مورد مسئله مالکیت در این سرزمین ایران و این داستان هم ادامه همونه و رژیم پهلوی هم در ادامه همون بود، بدون اون بستید که سلطان داشت این چیز رو، این بستید رو
ولی فقیه در واقع، یعنی ولایت به عنوان یک شکل دیگری از سلطانیسم. این نکته بود که من میخوام مطرح کنم. در نتیجه سوالم این هست که چرا شما رو همه رو نمیبرید زیر مسئله سلطانیسم توضیح بدید و اینقدر تاکید ویژه‌ای بر اطفال میکنید؟ خیلی ممنون. خب اول از همه بگم که محمد رضا عزیز، متشکرم از اینکه حضور داری و خیلی از به اصطلاح نکته‌ای که گفتی در مورد نگارش من تشکر میکنم ازت، ولی خب تو خودت بهتر میدونی که کسی که هی مینویسه توی 14 قسمت یا 16 قسمت، من دیگه قسمت ها از دستم در رفت، راجع به جنبش ژیناتو نوشتی و من همواره منتظرم که قسمت 17 18 حتی صدم در بیاد. بنابراین در مورد پرکاری و پرنویسی خب خیلی سخت بشه به تو رسید، به گوی تو رسید. ولی ازت ممنونم همچنین به خاطر اینکه دستبندی کردی پرسشات رو و سوالی که کردی سوال بسیار به جاییه راجع به انفا. فکر میکنم البته تو خیلی آدم پرخانی هستی، کلی هم همیشه برای من مقاله و کتاب فرستادی که مورد استفاده من بوده و ازت واقعا سپاسگزارم و جاشه که اینجا یاد بیارم. ولی مطمئنن کتاب منو هنوز خیلی چیزای قسمت انفار رو حتما ندید، چون یه سری از نکاتی که مطرح میکنی به درستی نشان از این داره که بخش انفال رو یا خیلی تند خوندی یا لااقل روی ابعادش مکس نکرد. مهم اون نیست. بسر اول از همه راجع به یه چیز به توافق برسیم. من خوشحالم که تو میگی مسئله اصلی اقتصاد ایران سلطانیسمه و نه نئولیبرالیسم اقتدارگرا. قبلا تاکید تو روی نئولیبرالیسم اقتدارگرا، همین که تو بیای تمرکز کنی که ایران دوره شاهش سلطانیسمش سرمایه‌داری سیاسی بود، نشان میده که توجه خود تو یه مقداری میخوای معطوف بکنی به مسیر اقتصادی که در ایران تحول پیدا کرد. من از تو پرسیدم که این اصطلاح نئولیبرالیسم اقتدارگرا رو تو از کجا درآوردی؟ گفته خب اینو سهراب بهداد میگه. گفتم خب سهراب بهداد به نظر من خیلی اشتباه میکنه در مورد نئولیبرالیسم در ایران. ممنونم که تو وارد تحلیل در مورد مسئله سلطانیسم یا نئوپاتریمونیالیسم اینجور چیزا بخوای بشی. به نظر من همونطوری که مالجو از سرمایه الان از اسلام سیاسی صحبت میکنه بیشتر به عنوان عامل مشکلزا در اقتصاد ایران، اگرچه کاملا تعریفی که از اسلام سیاسی میده غلطه، به نظر من این که تو بیای به سمت سلطانیسم یک گام به جلوست. و اما این که من چه کار کردم، سهمی که من ادا کردم چیه، باید هر چیز رو در جای خودش بذارم. سهمی که من ادا کردم اینه که تا قبل از من اهمیت انفال در اقتصاد مورد تاکید هیچ اقتصاددانی نبود. نه فقط هیچ اقتصاددانی نبوده، بلکه هیچ یک از کسانی که پژوهش کردن در حوزه علوم سیاسی یا در حقوق این کار رو نکرد. این همون بیخبری عمومی هست که اقتصاددونای ما مثل سیاستمدارهای ما راجع به اندیشه های اسلام داشتیم. امروز کلمه ولایت فقیه رو همه میگن، ولی خب ولایت فقیه که امروز گفته میشه حتما تو قبول میکنی محمد رضا که این ولایت فقیه سوابق تاریخی داره و میتونید شما به معنای سنتی بگید یا به معنای جدید بگید، ولی مانع از این نمیشه که ولایت فقیه رو نایده بگیرید. و اگر مفهوم سلطانیسم باعث بشه که دوباره اون چیزی که مخفول بوده ادامه پیدا بکنه و ما همچنان نسبت بهش غافل باشیم، بدا به حال ما. اون کاری که من کردم اینی که انفال رو آوردم وسط. خب اول برای اینکه انفال شما بیارید وسط سوال میکنید، انفال امر اکتوئلی هست؟ امر امروزی هست؟ پاسخ من بله، انفال اصل امروزی است. فقط کافی نگاه بکنید که در حوزه علمیه و اطرافش چند تا کنفرانس راجع به انفال بود.
و نگاه کنید محمد رضا نیکفر که نمیدونم چند قسمت در مورد جنبش جینا نوشته یک بار راجع به انفال حرف زده باشه. خب من سوالم اینه که چرا اینقدر نسبت به اصل 45 قانون اساسی که راجع به انفال هست، یعنی چگونگی اداره اموال عمومی فاقد مالک که گفته میشه این متعلق به شخص امامه نه حتی امت اسلامی، انقدر عدم توجه بوده؟ خب من میگم این عدم توجه همون عدم توجهی که ما قبلا هم داشتیم نسبت به ولایت فقیه در مورد انفالش هم ده. از تو ممنونم که یادآور میشی و به حق در مورد اینکه رفتی در همین فاصله ملک و مالکیت و ملک و اینا رو نگاه کردی که اینا همه یه چیزه. کاملا درست میگی، ما چیزی به نام دسپوت، سلطانی که صاحب همه حق هستش، یکی از ویژگی های اقتصاد، میگم اقتصاد، تاریخ کشور ماست و اینکه حقوق مالکیت واقعا مورد توجه نبوده. من فکر میکنم در قانون مشروطه هم نگاه کنی مسئله حاکمیت بیشتر مورد توجه بوده تا مالکیت، جز مالکیت تیولداری رو که گذاشتن کنار که یه بخشی از ابقای حق بود. حتما به خاطر میاری چون من در رادیو زمانه این رو انجام دادم، من سخنرانی داشتم در مورد تاریخ اقتصاد ایران به دعوت تو در یک سده اخیر از بحث حاکمیت و مالکیت آغاز کرد. خب و اونجا مفهوم کمپانی رو آوردم و چجوری در واقع در فرهنگ تسنن فقه سنی مشکل داشته در ارتباط با قبول کردن در واقع شکل‌های جدید، در واقع بنگاه‌های جدید، اهم از بانک‌ها یا اون چیزی که به اصطلاح کمپانی مدرن محسوب میشه. خب بنابراین من میخوام بگم که این کار که در مورد فقه سنتی شده، سنی شده، در مورد فقه امامیه متاسفانه صورت نگرفت. اجازه بده به سرعت چند کلمه رو بهت بگم که من چی کار کردم. اولا من المکاسب رو خوندم عزیز من. المکاسب مال قرن 19 است. فقط فقه سنتی نیست. و فقه سنتی به ویژه در مورد انفال اگر به خلفای راشدین برگردی بسیار ناچیزه. انفال از قرن 10 و 11 در دوره حکومت آل بویه در واقع اولیه ترین شکلاش آغاز میشه دعواش، ولی مهمترینش محقق کرکی در دوره شاه طهماسب در قرن 16 که این بحث انفال خیلی بالا میگیره. المکاسب در واقع ادامه صحبت های محقق کرکیه در دوره قاجاریه به طور جدی مطرح میشه و پشتش یه مفهوم هست، شاه اسلام پناه، که در صحبت آقای خمینی هم هست. برای پا گرفتن مفهوم شاه اسلام پناه عزیز من قاعدتا ما باید بگیم 4 قرن لازم بوده. خب من اینا رو بازسازی کردم از سوره هایی که در قرآن اومده و باور کن اگر حجم یادداشت هایی که من در مورد فقط انفال کردم بخوام در بیارم، یه کتاب مفصل فقط بود انفال در بیارم. و من سعی کردم اون چیزی که برای اقتصاددان لازمه رو بیارم، آوردم برای اینکه نشون بدم که یک، انفال یکی از مهمترین مسائل فقه شیعه است به عنوان یکی از ارکان امامیه، امامتش در ادامه اصل ولایت فقیه که مخفول مونده تا همین امروز و من متاسفم که باز مقاومت بکنیم و باز مخفولش نگه داریم، حالا تحت عنوان سلطانی است مخفول مونده و باید ببینیم چی دارن اینا میگن. دارن میگن تمام این اموال عمومی متعلق هست اگر مالک نداره به امام، یعنی خزر و دماوند هم به امام تعلق. تو درست میگی. محمد رضا شاه پهلوی هم میگفت که آقا ما سلطانیم و حقوق داریم، شکارگاه های سلطنتی داریم، بنیاد پهلوی داریم، نفرم جوری اداره میکرد که به صورت وزارتخونه نبود. ولی محمد رضا پهلوی نمیگفت که کوه دماوند و خزر از آن اوست. چرا؟ برای اینکه چیزی وجود داشت به نام انقلاب مشروطه و این انقلاب مشروطه وقتی هم شما میخواستید درش دست ببرید میشد محمد رضا پهلوی که میخواد در واقع استبداد
مطلقه رو جای استبداد جای مشروطه بیاره که پرسر این دعوا بود. چیزی که ابو خمینی میگفت ادامه متشرعین بود که در مشروطه جدا شدن. بنابراین سرمایه‌داری سیاسی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی وجود داشت و کتاب مثلا به این صحبت کرده عزیز من، این در دوره اخیر با سنت متشرعین با سرعت فضل الله نوری گره میخوره و ادامه اون سنتی که در دوره قاجاریه هم وجود داشت که شاه اسلام پناه سخن و بیانات خمینی در سال 1340 در مسجد اعظم قم، باز شما نگاه کنید به شاه اسلام پناه بجوید. خب اما دوره جدید، من یه بخشی از دوره جدید راجع به مبانی قانون اساسیه. در مورد مبانی قانون اساسی لااقل دو نفر باید توجه کرد. یکی آقای خمینیه که من اونجا تفسیر خمینی رو آوردم در کتاب البی 4 جلد، و یکی تفسیر آقای منتظری رو آوردم که او هم در مورد خمس و کتاب خمس و انفال کتاب داره. است ناطق نوری هم کتاب داره. ببین یه مجموعی از این جدیدی ها کتاب داره. خب بنابراین دوره جمهوری اسلامی دوره فقه سنتی نیست عزیز من، ادامه ماجراست. ولی تازه اینا همه فقط بحث نظریه. اصل میدونید از کجا آغاز میشه؟ از همون فردای انقلاب، وقتی که اموال شاه رو در واقع و دیگر اموال رو مصادره دارن میکنن، یعنی در صورت اموال منقول و نه فقط غیر منقول، خمینی حساب باز میکنه در بانک، میگه آقا هر چه اموال منقوله بریزید به حساب شخصی بنده. خب این اون چیزیه که ایجاد نهاد بنیاد مستضعفان رو شکل میده. از لحاظ اقتصادی دوست عزیز من محمد رضا جان، اون چی که در ایران پا میگیره به عنوان انفال با فقه سنتی تفاوت‌های زیادی داره. فقه سنتی روبرو نبوده با کورپوراسیون‌های مختلفی که در ایران بوده. تصرف این نهادها، بنیاد مستضعفان، بعد در چارچوب بنیاد مستضعفان ایجاد سازمان اقتصاد اسلامی و غیره، تو باید تمام اینه بررسی که کنی چه جوری مراحل این انفال چه بوده، چه دایره چه رشد کرده. اون چه که اما مهمه اینی که تفاوت مالکیتی که در زیر نظر ولایت شکل گرفته رو با مالکیت خصوصی بتونی بفهمی، حالا زیر هر اسمی. و این اون چیزیه که رابطه اشکال و شکل خیلی مهمه. تو به عنوان کسی که رو فلسفه تخصصته حتما بهتر از من میدونی که محتوا با شکل ارتباط داره. فرمهای شرعی اسلامی ربط دارن به اینکه چجوری سرمایه‌داری وارد میشه و مسیر ورود سرمایه‌داری چیه، بازاره یا نهادهای سیاسیه. این اون کاریه که من کردم. من به عنوان اقتصاددان سهمی رو که ادا کردم این بوده انفال رو وسط بکشم، نشون بدم چگونه این شکل شرعیه وجود داره و این کار دارم بازم ادامه میدم تو منطقه خاورمیانه. به نظر من اون چیزی که در کشورهای خلیج هست به عنوان کفاله که در مورد نحوه اداره مهاجرت های موقته باز باید زیر ذره بین قرار بگیره. فقه شیعه عزیز من برخلاف اون چیزی که ماکسیم رودنسون میگفت اینجوری نیست که اسلام و سرمایه‌داری کاملا انطباق دارن، نه، تعارضای جدی دارن. فقه سنتی رو تیمور کوران در ارتباط با قوانین شرکت های جدید گفت، فقه شیعه و فرم هایی که انتخاب میکنه با چه از طریق قوانین کارش جواله، چه از طریق کفاله و چه از طریق انفال، یعنی چگونگی اداره پابلیک فایننسش، گرفتاری های اصلی داره در مقابل در چگونگی به اصطلاح اداره سرمایه‌داری و بخش مهمی از این چیزی که من بهش میگم دی اکیومولیشن و مشکلات مربوط به انباش به همین مربوط میشه. به علاوه امیدوارم که یه چیز روشن شده باشه. من به هیچ وجه مخالف ایده سلطان و ویژگی های دسپوت، برای اینکه دقیق تر بگیم، برای کلمه سلطان که استفاده میشه کلمه غلطی، ماکس وبر این کلمه رو راه انداخت و با دسپوت که ما آوردیم یا شاه شاهان که آوردیمش، این مفهوم جباریت خاصی که در شرق بوده
با اون زاویه‌ای که در واقع وبر آورده به نظر من فرق می‌کنه. به این اعتبار من خیلی کلمه سلطانیسم و کلمه دقیقی نمیدونم، ولی اون مهم نیست. بله تو میتونی بگی که مقدم کدوم بودن، آیا مفهوم سلطان مقدمه یا مفهوم اسلامیش، یا نه در یه جای هم عرض شدن. دوره صفویه که کاملا واضح بخش مهمی از مفاهیم از اسلام داره اخذ میشه، اینجوری نیست که همیشه یک جانبه. در غرب ما میتونیم بگیم قطعا فرهنگ مذهبی تقدم داشته بر فرهنگ سیاسی، در شرق نه لزوما. منم اصلا کارم این نیستش که بیام راجع به این دقایق صحبت بکنم، و البته کارم میتونه بشه اگر لازم بشه برای کارم به عنوان اقتصاد دون. ولی تو خوشحالم این کار رو آغاز کردی و من فکر میکنم این کاری که در طی همین جلسه در کار ادبی کردی، ملک و مالکیت و اینا رو، بیشتر از طول این جلسه در کار دیگه هم دنبال کنی. مطمئنم شماره های جدید جینا هم که می نویسید از این میتونه غنی بشه. سپاس از رفیق مهرداد. میبینم دوستمون نیکفر و صفایی دوباره دست بالا کردن. منم خودم یه نوبتی گرفته بودم، اگر اون دو رفیق اجازه بدن من اول صحبتم بکنم بعد میکروفون میدم بهشون. مرسی از صحبت بسیار خوب و جوابهای بسیار آموزندهی که بسیار در طول بحث مطرح شده. نمیدونم من چرا ویدیو خودم رو نمیتونم روشن کنم. آها روشن شد. من هم میخواستم اتفاق در ادامه صحبت آقای نیکفر یه حرفی بزنم. خود شما هم اشاره کردید به دسپاتیزم آسیایی، به سا وجه تولید آسیایی. به هر حال یه بحث هم همیشه این بوده که ایران در واقع وجه تولید آسیایی درش حاکم بوده و دوره صفویه دوره ایست که در واقع وجه تولید آسیایی بعد از قرنها دوباره احیا میشه به یه شکلی. منتها اگر دوره ساسانیان متکی بود به فقه زردشتی، حالا متکی میشه به فقه شیعه، درست؟ ولی در خیلی لحاظا کاملا شبیه همدیگر، یعنی دولت مالک همه چیزه در واقع. طبقات به اون معنا وجود ندارن، طبقات تا جایی وجود دارن که دولت بهشون اجازه وجود بده، یعنی اونم میتونه موقتی باشه. این زمین رو میده به فلان خدمتکارش، ممکنه پسرش شاه بعدی بیاد پس بگیره یا سلسله مراتب بعدی بیاد پس بگیره. مسئله مالکیت به اون معنا در تاریخ وجه تولید آسیایی هیچ وقت هیچ رسمیتی پیدا نکرده و این چیزی هم که ما تو ایران بهش میگیم فئودالیسم، در واقع دوره از همپاشی وجه تولید آسیاییه و سرمایه‌داری شدن. این روابط پولی حالا تبدیل شده به اینکه مالکیت ارزی پیدا بشه، تجارت پیدا بشه. این شکلی که سرمایه‌داری از بالا و از طریق دولت در ایران رشد پیدا کرده خودش باعث این شده که خب هر منصبی یه منبع انباشت دیگه، یعنی انباشت اصولاً عمدتاً سیاسیه، شکل دیگه‌ای نمیتونه به خودش بگیره. و ما نگاه میکنیم بعد از مثلا دوران قاجار که امپریالیسم انگلیس و روسیه بیشتر زینف بودن در اینکه دولت مرکزی رو ضعیف نگه دارن، در دوره بعد از انقلاب اکتبر خب امپریالیسم انگلیس به این نتیجه میرسه که نه، این نمیتونه سد خوبی در مقابل نفوذ بلشویسم باشه، باید دولت قوی مرکزی ایجاد کنی. یعنی یه شبه دولت بورژوا رو از بالا ایجاد میکنن که استوار روی ارتش، یعنی ارگان اصلی قدرتش اصلا نه ربطی به اقتصاد داره نه ربطی به جامعه داره، ارتشه. و کار عمده ای هم که رضا شاه میکنه در واقع ساختن ارتشه، ساختن این دولت مرکزی به اتکای این ارتشه. ولی میبینیم در چند سالی نمیگذره خودش میشه یکی از بزرگترین زمیندارای ایران، خودش تمام انحصار مثلا هتل های شمال رو گرفته دستش، دوغ آبلی رو گرفته دستش. یعنی همین
روابطی که میبینی بر اساس منصب سیاسی دست پیدا میکنی به سرمایه و اموال عمومی دقیقا شروع شده با خود رضا شاه، دور محمد رضا شاه که اصلا کاملا شکل مغولا رو پیدا کرده. یعنی محمد رضا شاه مثلا فلانی به ساواک خدمت کرده، میگفت تویول تولید یخچال مال شما، یعنی انحصار تولید یخچال. این صنایع مونتاژی که می آوردن چجوری بین 40-50 تا فامیل دوروبر دربار همه اینا رو تقسیم کرد. یعنی این هم بازی سرمایه‌داری سیاسیه، ربطی به سرمایه‌داری به معنی به اصطلاح کلاسیک کلمه نداره، چون هنوز مالکیت رو در واقع به رسمیت نمیشناسه و اون مالکیت رو هر روز تو سرش خواهد زد اگر به نفع سیاستش نباشه. جمهوری اسلامی که اومده اصلا اینو دیگه کامل کرده دقیقا، یعنی همون وجه تولید آسیایی دوران صفوی رو در چارچوب مثل سرمایه‌داری احیا کرده. حالا دیگه شاه عباس و شاه طهماسب هم نیستن، خود آخونده قشنگ این نقش رو به عهده گرفتن و چه بهتر از این که تازه این به اصطلاح انفال هم دارن در به اصطلاح کیسهشون که میتونن ازش استفاده کنن برای توجیه این. یعنی بخوایم صحبت رفیق نیکفر رو به اصطلاح به یه شکل دیگه ای بگیم، یعنی این که در واقع سرمایه داری شدن ایران باعث تقویت شکل آسیایی قدرت سیاسی شده، یعنی استبداد آسیایی رو در واقع تقویت کرده تا هر چیز دیگه. و این در جمهوری اسلامی تا یه اندازه زیادی کامل شده. یعنی اوائل انقلاب یادت موقعی که رژیم ولایت فقیه سر کار اومد، یکی از بحثا بین ما اون دوره این بود که خب تناقض بین این شکل ولایت فقیه، رژیم سیاسی ولایت فقیه با این دولت بورژوا چی خواهد شد؟ این دولت بورژوا این رو نابود خواهد کرد یا این دولت بورژوا رو نابود خواهد کرد؟ خود من مثلا اون موقع میگفتم سرمایه‌داری بالاخره شکل ولایت فقیه رو به صدا کاهش خواهد داد، ولی امروزه که نگاه میکنی در واقع شکل ولایت فقیه دولت بورژوا رو زده نابود کرده. یعنی اونم نه اون دولت بورژوا به معنی خوب و درست کلمه، بلکه به معنی ایرانی کلمه، اون دولت بورژوایی که جناب امپریالیسم انگلیس اومد برامون از بالا ساخت، درست؟ در واقع اون کاملا ناتوان و ناچیز و بی‌اعتبار کرده کاملا، یعنی به اون شکل استبدادی شرقی به اصطلاح مترادف با وجه تولید آسیایی ما برگشتیم به بدترین شکلش. قبلا حداقل به اصطلاح این آخوندها دلال بین مستبد و مردم بودن، حالا خودشون شدن مستبد اصلی. یعنی دقیقا می از امکانات سرمایه‌داری و پول نفت و درآمدهای عمومی که این جامعه هم در اختیار داره استفاده کردن برای اینکه یه استبداد آسیایی ده ها برابر قوی تر از شاه عباس ایجاد کنن. به قول من جوکی یه بار جا گفتم، شاه عباس با موشک، شاه عباسی که میتونه حالا پهبادم به روسیه بفروشه. یعنی این من فکر نمیکنم این بحث، یعنی شما هم فکر کنم حرف رفیق نیکفر رو تا یه اندازه‌ای تایید کردی، فکر نمیکنم حرف شما هم تناقضی با این برداشت داشته باشه. شما هم در واقع به یه شکل دقیق تری دارین همین رو میگین، مکانیزماش رو دارین توضیح میدین که چجوری این صورت گرفته و این به نظر من اون تصویری درستیست که اتفاقا ما بعد از اقتصاد سرمایه‌داری ایران هی دقیقتر و دقیقترش کنیم و به اصطلاح چی میگن به همه رفقا حالی کنیم که در چه وضعیتی قرار داریم و چی در مقابل ماست. یه مقدار همین ماجرای جنگ طبقاتی رو هم اشاره کردید، همینه اتفاقا. این نوع
دولت‌های استبدادی این شکلی که همه چی رو در دست خودشون دارن در واقع مبارزه طبقاتی رو تخفیف میدن، چون طبقات معنی نداره این وسط، همه افرادن در مقابل این مستبد، یعنی همه فردن در مقابل این مستبد. خیلی مشکلی که تو به همبستگی طبقاتی بتونی برسی بر اساس چنین ساختارهایی، و به همین دلیل هم اتفاقا دقیقا همونجوری که شما گفتید جنبش های اعتراضی علیه استبداده، علیه سیاسته، و این جنبش ها هم همگانیه، چون همه زیر ستم این دستگاه استبدادی هستند. مهم نیست از کجا شروع بشه، از هر جا شروع بشه همه آحاد اجتماعی رو به دنبال خودش میتونه بکشونه، من جمله طبقه کارگر رو. در این مثلا اعتراضات زن زندگی آزادی اتفاقا شرکت کارگران کم نبود، منتها کارگران به صورت فردی، نه به صورت کارگران صنایع نفت، نه به صورت کارگران صنایع فولاد. به ویژه این که می 70-80% کارگران ایران در واقع کارگران کارگاه کوچیکن، یعنی کارگاه 4 نفره 5 نفره زیر 10 نفرن. بنابراین خب واضحه، نمیدونم به صورت واحدهای تولیدی وارد مبارزه طبقاتی بشن. اتفاقا در محلات این نزدیکی که بین تهیدست شهری، لایه‌های پایینی طبقات متوسط و خود طبقه کارگر و دهقانان فقیر وجود داره، انقدر اینا شبیه همن که خیلی طبیعی از طریق کمیته‌های محلات در واقع این سازماندهی یا شکل خواهد گرفت، تا از طریق نهادهای و سازمان‌های طبقاتی، تشکل‌های سنتی طبقاتی. همین، من چی میگم بحثی نداشتم و خواستم در ادامه صحبت رفیق نیکفر این نکته رو بگم، ببینم نظر شما چی. تراب جان، من در 3 مورد با تو کاملا موافق. مورد اول، به درستی میگی دولت مالک که همه چیز در ایران و طبقات در واقع معنی نداره، با طبقات که در غرب داریم در ایران نداره. به نظر من این نکته بسیار مهمی. فکر میکنم هما کاتوزیان در روشنگری روی این قصه سهمی ادا کرد. 2، 100% موافقم که مناصب سیاسی تبدیل شده به سرمایه‌داری سیاسی، و من به طور واضح و روشن در همین کتاب راجع به دوره پهلوی به عنوان سرمایه‌داری سیاسی یاد کردم. اینم با تو کاملا موافق. 3 نکته‌ای که دارم و اون هم با تو موافق هستم اینه که در دوره‌های معینی این قصه در ایران هی دوباره اومده. حالا تو از دوره صفوی یاد کردی، گفتی بازسازی شده وجه تولید آسیایی. خب من معتقدم کاملا درست میگی که دوره‌هایی هست که عقب میره، دوره‌هایی هست که جلو میره. سر 2 موضوع من نظر قطعی ندارم. 1، سر مفهوم شیوه تولید آسیایی قبلا خیلی قاطعانه و کارهای ویتفوگل اینا رو قبول داشتم، شلم، به شدت شل شدم و فکر میکنم احتیاج به کار بیشتر داره. اینکه یک واقعیت مهمی دیده شده درش تردید نداره که تمایز تاریخ ما رو با تاریخ غرب توضیح میده و باید واقعا عمیق‌ترش کرد، درش تردید نداره. ولی با اون مفاهیمی که از مفهوم سیستم آبیاری در ایران شده، نمیدونم اتصال مانوفاکتورها با یه چیز شهری شده و اینها، به عنوان خصلت بندی این شیوه تولید آسیایی، خب یه رشته تحقیقات دیگه‌ای که من دیدم منو کاملا دچار پرسش کرده. مطمئنم فئودالیسم نیست. فئودالیسم غربی با تمام علایمی که داریم با این چیزی که در کشور ما و تاریخ ما بوده خانایی نداره. بنابراین من با قاطعیت نمیتونم بگم این هست. 2، در مورد صفوی دوره‌بندی باید کرد و من باورم اینی که اون چیزی که در دوره شاه طهماسب اتفاق میفته، در واقع شاه مشروعیت خودش رو از شیخ محقق کرکی میگیره، خودش نایب شیخ میگیره که این رابطه سلطان رو اونطوری که در دوره زرتشتی بود. من کاری که در مورد دوره
ساسانی و اینا خیلی برام ارزشمند بوده، منبع الهامم بوده، اتفاقا اسطوره شناسی دومیزیل بود که خب آدم میبینه که اونجا بله این یه کاست روحانی هست، یه دهاقینی هستن و یکی هم صاحبین ارتش و قدرت هستن و این شاه رو در اون مرکز قرار میده، برای من قابل فهم میکنه، متجسم میکنه. نمیدونم تا چه اندازه میشه گفت که همیشه محل الهام سلطان بوده یا شیخ بوده، ولی میتونم بگم که لااقل در تاریخ ایران سلطان متقدم بوده بر مشایخ، یعنی قبل از اینکه مثلا بسیاری چیزایی که من دیدم در مورد اینکه تاریخ مذهب‌های وحدانگرا چقدر اینها مقدم بودن یا مؤخر بودن بر امپراتوری ها، در مورد ایران میشه گفت تا حدود زیادی که امپراتوری اوله و بعد در واقع یک مذهب یک پارچه‌ای شکل میگیره. بنابراین اینا پرسش هم. اما سر چه چیزی تفاوت دارم با این نکاتی که تو گفتی و به نظر من در صحبت با محمد رضا هم این نکته های اهمیت، تفاوت دو جور سرمایه‌داری سیاسی. تو البته خوب گفتی، گفتی اینا که دیگه اصلا صفویه شدن، یعنی یه تمایزی گذاشتی بین دوره شاه و دوره اینا، ولی من میخوام روی تمایز مکس کنم. من به خوبی خاطرمه که مفهوم خورده امپریالیسم در کندوکاو مطرح شد و در واقع ارنست مندل از این مفهوم خورده امپریالیسم استفاده کرد. میدونم که یک بعد از اصلاحات ارضی به خصوص در دهه 50 سرمایه‌داری ایران دایورسیفای شد، متنوع تر شد و این 53 نفر صاحبین سرمایه‌ای که در آمده و تحقیقاتی که کردن دیگه راجب خیامیش کردن، راجب خیلی دیگه کردن، اینا به یه معنا اون چیزی هستن که شومپتر به عنوان انترپرنور ازشون یاد کرده. این آقای زنجانی نیست که الان ما میبینیم، اینا یک گروه دیگه ای هستن از کارفرماها به معنای در واقع شومپتری کلمه، یعنی اینا برای خودشون ابداعاتی داشتن، سرمایه گذاری میکردن، مسئله کار بهره‌وری کارایی براش مهم بوده. خب یعنی ما رابطه با آمریکا از یک سو، نوع صنعتی که در ایران و تنوعی که شکل میگیره، میبینیم که فاکتور غیر سیاسی یا ماجرای بهره‌دهی بونگا میاد وسط به طور جدی و متخصصین خودشو داره. یعنی اصلا اینجوری نیست که متخصص استخدام میکنیم که بیاد تعهدات ما رو انجام بده. سازمان برنامه بودجه جای خودشو داره، برنامه سوم بودجه کشوری خدا میتونه یه من مجموعه میتونم بیارم که توی این مجموعه شما واقعیت انباشت سرمایه رو دارید. خب یکی از نکاتی که امروز مهمه، یعنی من سرمایه‌داری رو در دو حوزه تفکیک میکنم، حوزه توزیع و تولید، و رشد سرمایه‌داری در حوزه توزیع رو مترادف نمیدونم با رشدش در حوزه تولید. حوزه سرمایه‌داری در توزیع میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه و حتی سرد بشه در حوزه تولید. نکته ای که من در مورد دوره جمهوری اسلامی این 14 اخیر دارم، اتفاقا یکی از ویژگی‌های اصلیش دی اکیومولیشنه و این یه گرفتاری مضاعفیه که سرمایه‌داری سیاسی اسلامی نقش بازی میکنه. در این مورد انفال سهم داره، یعنی انفال به نظر من مالکیت اولیگارشیک ایجاد کرده، نه مالکیت متمرکز. و یکی از تفاوت‌های مهم این دوره، چیزی که من بهش میگم مؤتلفین انفال، اتفاقا اینه. من بی خود روی چند دسته تاکید نمیذارم، از یک طرف روحانیت، از یک طرف روی اون بخشی از در واقع صاحبین سرمایه تجاری و بل و همچنین در واقع دستگاه نظامی، که این ترکیب ترکیب ویژه‌ای هست که امام نقشی رو که شاه بازی میکنه بازی نمیکنه، در حالی که اختیاراتش خیلی گسترده تر از شاه هستش به لحاظ حقوقی. این رو به صورت اولیگارشیک اداره میکنه. خب اتفاقا اداره اولیگارشیکه که کلی از تناقضات رو با خودش به همراه میاره و دی اکیومولیشن ها رو موجب میشه. اولیگارش ها
نقش زیادی بازی میکنن. یعنی اون هزار خانواده ای که در دوره پهلوی بود و در دوره اواخر شاه آمده بودن این بحث رو مطرح میکردن که خب مثلا در برنامه‌ای رو که اون موقع ما شاهد هستیم علی رضایی مطرح میکرد، خیامی مطرح میکرد که آقا باید شاه به تنهایی اداره نکنه، به اصطلاح ایرانی مقداری ادارش به صورت اشرافی صورت بگیره، یا اون چیزی که در دکترین کارتر هم اومده بود یک حزب و نیمی باشه، دو حزب و نیمی باشه. خب و شاه خلاف اون رو می‌خواست. اون اتفاق در ایران امروز کاملا به شکل دیگه‌ای رخ داده، یعنی ما حاصل دربار متمرکز نیستیم، اتفاقا دربار امروزی، بیت امام امروزی متکی هستش برای یک دستگاه اولیگارشی. خب این اتفاقا ربط داره به ساختار افغان. از اینجا میخوام بگم یک، موافق نیستم انفال رو در مفهوم سلطانیسم دوباره غلاف کنیم و سرپوش بذاریم. دو، انفال فقط فقه سنتی نیست، یعنی فقط به سنت دوره محمد به اسلام محمدی و دوره خلفای راشدی تعلق داشته باشه. اتفاقا انفال در اون دوره وجود نداشت یا خیلی ضعیف بود. انفال در دوره خلفای راشدی یک چیز بسیار بسیار ضعیف بود. چرا که فقه شیعه تا زمان آل بویه علل اصول به امور شخصی و نه امور سیاسی عطف توجه داشت و یک نظر کاملا سنتی داشت. اون نظر سنتی این بود که آقا ما به حکومت کار نداریم، امام زمان میاد. تو این فاصله همه حکومتایی که میان غاصبن. این نکته رو خیلی خوب حمید عنایت در کتابش راجع فلسفه سیاسی اسلام تشریح کرده و من با اون موافقم. اتفاقا مشکلات از زمانی میشه که روحانیت قدم میذارن توی عرصه قدرت در وهله اول به عنوان قاضی. بنابراین اسلام با رجوع به دوره محمد انفال برجسته نیست. اسلام از قرن 10 و 11 شروع میکنه انفال رو وسط کشیدن در مقابل اموال شاه که اون رو قاصب میدونه. قرن 16 به طور جدی مطرح میشه. سنت قرن 16 میاد تا قرن 19 پایگذاری میکنه. ولی دوره خمینی و آقای منتظری از همون مجلس خبرگان اصلا بحثا عوض میشه. من نمیخوام اینجا حرفای خودم رو توی اون کتاب تکرار کنم و بیشتر بحثا سیاسی میشه. و انفال اتفاقا در دوره جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یک عامل فراگیر و در سال 1385 آقای رفسنجانی، آقای ناطق نوری، جناب آقای خامنه‌ای صحبت از انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد میکنن که منظورشون تعمیم انفال. این نکات به نظر من حائز اهمیته که به جای در زدن به نئولیبرالیسم، مفهومی که به نظرم در ایران هیچ به اصطلاح جایی برای تفسیر و تحلیل نداره، آدم وارد واقعیات جامعه ایران بشه، تحولاتش بشه. به همین دلیل من به محمد رضا گفتم زنده باد، خیلی سلطانیسم مفهوم بهتری هست تا مفهوم نئولیبرالیسم اقتداری. ممنون از صحبتت مرداد جان. رفیق کامبیز شما دستتون بالاست، بفرمایید. خیلی ممنون. من توی تضادیم که چجوری این حرفامو بزنم، ولی من همونقدر که از نظر توصیفی که شما از شرایط کردین باهاتون موافقم و فکر میکنم خیلی خوب توصیفی کردین، به همون اندازه به نظر من بحثتون از نظر تئوریک ضعیف و بعضی جاها به کلی غلط. وقتی شما خواستید که از نظر تئوریک سپورت بکنین بحثتون رو، به کل به دفاع از سرمایه‌داری کشید به نظر. و به نظر من علتش هم اینه که مفاهیمی که شما به کار بردین من اسیوم کردم که مارکسیه، ولی متاسفانه نه برداشت درستی از انباشت بدوی داری، نه برداشت درستی از انباشت عادی سرمایه از طریق بیرون کشیدن اضافه ارزش داشتیم، و نه اینی که توضیحی که دادین راجع به گردش سرمایه که استناد کردید به لنین که در واقع
بیشتر از لنین باید استناد میکردیم به توگان بارانوفسکی و کاتسکی. یعنی وقتی شما میگین که سرمایه داری گرایش نزولی نرخ سود رو میتونه از طریق رشد تولید وسایل تولید بکنه، خب یه چیز خیلی بدیهی رو نمیبینین که من تعجب میکنم از یه آدم اقتصاددون که نبینه که خب این باعث میشه که سرمایه ثابت بره بالا، ترکیب ارگانیک سرمایه بره بالا و نرخ سود بیاد پایین تر. خب نمیشه که سرمایه داری هی تولید وسایل تولید کنه برای تولید کننده های وسایل تولید که برای تولید کننده های وسایل تولید تولید کنن. خب این ترکیب ارگانیک سرمایه میبره به آسمون. اون چیزی که بحران رو به وجود میاره همین گرایش نزولی نرخ سوده که ریشش تو بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه است. بنابراین نمیشه از اون طریق با بحران مبارزه کرد. و بحثی که راجع به روزا لوکزامبورگ هم کردین غلط بود. روزا لوکزامبورگ کاربی کیه؟ خب این همه آدم های خوبی که روزا لوکزامبورگ رو درست فهمیدن، همین مثلا ایلن بود یا خیلی کسای دیگه، اینا میگن چی؟ اینا میگن که انباشت بدوی فقط برای آغاز سرمایه داری نیست، همیشه هر وقت سرمایه داری میره تو بحران مجبور از مکانیزمای انباشت بدوی استفاده بکنه برای خاطر اینی که گرایش نزولی نرخ سود رو از طریق غارت جبران بکنه. بنابراین همه جا شما تو آمریکا میبینین ترامپ میکنه، عرض کردم خدمتتون، توی ایتالیا برلوسکونیه، تو فرانسه این جلیق زردا فقط نیستن، اینی که میبینین آنارشیزم و بچه های چپ کمونیست دارن به هم نزدیک میشن به این دلیله، به دلیل اینه که بی خانمون کردن، جدا کردن تولید کنند و از وسایل تولید و غارت اموال اونا یه مکانیزمیه که داره هی میشه برای این که بتونه طبقه کارگر جدید بیافرینه که با شرایط بد فعلی کار کنه که بتونه گرایش نزولی نرخ سود جبران کنه بعضا، که اونم نمیشه. حالا منظورم چی از این قضیه؟ منظور من اینه که شما به درستی بدون اینکه این لغت رو به کار ببرید توصیفی از وضع فعلی جامعه اسلام زده ایران میکنید که انباشت بدوی غلبه داره و فرمودین که غارت، که هر غارتی که انباشت بدوی نمیشه. خب معلومه دیگه، چرا پولمیک میکنه؟ خب میدونیم اینو، ولی خودتون گفتین چند میلیارد از این اموالی که غارت کردن و بردن تو کانادا سرمایه گذاری کردن. خب یعنی همین تبدیل به سرمایه شده دیگه رفیق. مگه سرمایه باید حتما توی یک کشور معینی باشه؟ مگه انگلیس وقتی انباشت میکرد میورد تو انگلیس، یا هندیا که وقتی که از طریق انباشت بدوی قتل و غارت میکردن سهیم بودن اون طبقه حاکمشون، سرمایهشون رو تو هند سرمایه گذاری میکردن. خب میبرن هر جایی که میشه تبدیل به سرمایش کرد. و طبیعتاً توی ایران به دلیل اسلام شرایط حقوقی انباشت عادی سرمایه در حال حاضر فراهم نیست. خب میبره کانادا سرمایه گذاری میکنه، ولی تبدیل به سرمایه شده دیگه. وقتی میگن این همه میلیارد دلار بردن اونجا، خب تبدیل به آفتابش که نکردن که، یا نمیدونم کله پزی که درست نکردن، بردن تبدیلش کردن به سرمایه، اونجا سرمایه گذاری کردن. یعنی همین غارت، اموال غارت شده تبدیل شد به سرمایه و اون مردم غارت زده دارن آروم آروم تبدیل میشن به طبقه کارگر، یا اقلا پدران طبقه کارگر. یعنی شرایطی براشون فراهم میشه که چیزی جز نیروی کارشون نداشته باشن که بفروشن و مجبور بشن به خودفروشی، مجبور بشن که طبقه کارگر بشن. بنابراین هر دو شرط رشد سرمایه داری فراهمه، چیزی که کمه امنیت حقوقیه که خب امنیت حقوقی باید فراهم بشه. و به نظر من شما همونطور که خودتونم فرمودین، خیلی وقتی میرین سر تئوری به تمام بورژواها استناد میکنین، از جمله ماکس وبر. ماکس وبر کسیه که نمیتونه بفهمه سرمایه داری چیه، اون خیال میکنه سرمایه داری تو دوره روم باستان هم وجود داشته، چون نمیدونه که علامت مشخصه سرمایه داری همین خرید و فروش نیروی کاره و انتگره شدن تو بازاره. یعنی شما مجبور شین ایمپراتیو باشه، مجبور شین تولید کنین برای بازار، مجبور شین کار کنین برای بازار، نه اینکه
گهگداری یه چیزی هم تولید کنیم بدیم به بازار. اون ویژگی سرمایه داریه و وبر اینو نمیفهمه، مارکس میفهمه. و به نظر من شما، البته خب شاید هم ادعا ندارین، من حرف بی خود دارم میزنم، شاید شما اصلا ادعا ندارین، ولی نیست که استناد کردین به جلد دوی کاپیتال و انباشت و این مقولات مارکس رو به کار بردین. من اسیوم میکردم که میخواین تکیهتون روی مارکس باشه. اگر بخواین بهتره فی الواقع مارکس رو نه از کانال انترناسیونال دو کاوتسکی اینا، بلکه از خود مارکس بخونید و متوجه بشین و به کارش ببرید. خیلی ممنون. کامبیز عزیز، ببین قربون تو برم، من نمیتونم اصرار بکنم که من نوعی که خوندم کاپیتال رو بهتر از توست. شاید حق با تو باشه، اون نحوی که تو خوندی شاید یه چیزای دیگه ای رو بیرون بکشه که من اشتباهی خوندم، ولی خب کاپیتال رو من خوندم و ارزیابی خودم رو دارم. ولی اینکه من چجوری تئوری درست میکنم، تئوری من تئوری مارکس نیست عزیز من، تئوری مهرداد وهابی. از مارکس الهام میگیرم، از مارکس وبر الهام میگیرم، از خیلی الهام میگیرم، ولی من امروز به نام خودم حرف میزنم نه به نام مارکس. اصلا اگر اینش فکر کردی که من در واقع دارم حرفای مارکس رو میگیرم و ادعا میدم، باور کن نه، من اصلا مفهوم سرمایه امروز برای من مفهومی نیست که مارکس گفت. سرمایه عوض شده، از خود مفهوم سرمایه جای دیگه ای پیدا کرده و خب این جای قصه دیگه است. لزوماً شاید این از نخوانده های من نباشه، ممکنه از نوع نگاه من باشه، بنابراین فقط خواستم بهت بگم که نه. ولی یه چیز رو، یه چیزایی رو میدونم. یک، تو میگی ماکس وبر نمیفهمیده که سرمایه داری یعنی تولید فروش نیروی کار. خب این حرف تو اشتباه عزیز من. اگر تو وبر رو دنبال کرده باشی، در همون جایی که مثلا در اقتصاد جامعه 1922 وقتی که داره راجع به سرمایه داری سیاسی صحبت میکنه، تفکیک میکنه سرمایه داری بازار آزاد رو از سرمایه داری سیاسی و توضیح میده که در مورد سرمایه داری بازار آزاد قرن 19 تمام اون نکاتی رو که مارکس میاره او آورده، از جمله اینکه نیروی کار کالاست، از جمله اینکه شرکت های یعنی سرمایه بازار سرمایه شکل گرفته، از جمله اینکه شرکت های مدرن شکل گرفته، عقلانیت محاسبه اقتصادی شکل گرفته، تمام مختصاتی که شما تو مارکس میبینید اون میگه. ولی اعتقاد داره که سرمایه‌داری از قرن 19 آغاز نشد. این حرف آیا حرف سخیفیه؟ شما میگید که بله سخیفه. به نظر من نه، این حرف فقط حرف ماکس وبر نیست. شما شاید فرناندو برودل رو بشناسید، او خودش کسی هست که به عنوان مارکسیست معروفه، یکی از مهمترین مورخینی هست که تاریخ غرب رو، تاریخ مدیترانه رو، تاریخ غرب رو از قرن 15 تا 19 در واقع دنبال کرده. دانش او از تاریخ تحول سرمایه‌داری قطعاً از مارکس بیشتره، نه یک بار، دو بار، سه بار، ده ها بار از مارکس بیشتره. و اون در تعریف خودش از سرمایه‌داری در وهله اول نظامی رو میبینه که درش سود پولی شکل میگیره. خب این تعریفی از سرمایه‌داری. سرمایه‌داری رو میشه در تولید توصیف کرد، سرمایه‌داری در توزیع، و شما این دوتا رو از هم دیگه تفکیک نمی‌کنید. سرمایه‌داری در حوزه توزیع قبل از سرمایه‌داری در حوزه تولید وجود داشت. موقعی سرمایه‌داری گسترش پیدا کرد که تونست وارد تولید بشه. وگرنه خود مارکس هم برای باوری که سرمایه تجاری و ربایی قبل‌ها از ازمنه باستان وجود داشتن. حالا این رو توضیحی که در واقع برودل براش داره، توضیح خیلی با ارزشی که چجوری شهر دنیاهای جدید شکل گرفتن و اون پایه فکر ورلد اکانومی هستش که شکل گرفتن عزیز من، که اونجاها هست که سرمایه‌داری اول چرا در ژنوا شکل میگیره، چرا در آمستردام شکل میگیره، چرا در لندن شکل میگیره، چرا در مارسی شکل میگیره. دلیلش رو در هم شکستن اقتصاد معیشتی و اقتصاد تجاری که متوجه تجارت به اصطلاح کالاهای لوکسه که میزان ارزش به وزنشون خیلی بالاست.
و این رو به عنوان سرمایه‌داری یاد میکنه، قبل از سرمایه‌داری در واقع صنعتی مدرن، سرمایه‌داری که وارد تولید شد. بنابراین یک کمی تو قضاوت‌ها تند و تیز عزیز من، یعنی شده ایدئولوژی برات مارکس که تا از مارکس صحبت میکنی میگی وبه. دوم، خب تو به درستی اتفاقا میگی که تو گامبارونوفسکی، کارکاوفسکی اینا در واقع در مسئله مفهوم به اصطلاح بازارها قلم زدن و کاملا درست میگی که اینا قلم زدن. عزیز من تو در یکی از این کارها توضیح بده، یکی مدلای ریاضی خیلی راحت من برای 10 تا درست میکنم که این مبادله بین بخش یک و بخش دو هیچ نیازی نداره که به این که نرخ سود بیاد پایین. سعی حرف تو از کجا زدی عزیز من؟ من نمیدونم واقعا تو اقتصاد توی مدل سازی کار کردی. خواهش میکنم اون مدلی که تو بر مبنای اون میگی مبادله بین بخش یک و دو لزوما منجر به تنزل نرخ سود میشه رو خواهش میکنم برای من بفرست. منو آگاه کن. من سالیان ساله، نزدیک به 30 سال دارم درس اقتصاد رشد میدم، همچین مدلی رو ندیدم. خواهش میکنم تو لطف کن به من نشون بده که مبادله بین این دو بخش لزوما سبب کاهش نرخ سود میشه. مندلی هم چیزی رو نگفته عزیزم مطلقا. اصلا تحول ترکیب و ارگانیک سرمایه قصه دیگه ای هست که توی صحبت تو من جایی براش پیدا ندارم. تو اشاره میکنی که فقط هر وقت بحران سرمایه داری دوچارش میشه از طریق غارته. این حرف بی خوده، بی ربطه اصلا این حرفی که تو میزن. سرمایه داری بین 1914 تا 45 دوچار بحرانه، بزرگتر از بحران رکود 1929. پشت سرش آیا دوره انباشت بدوی بوده 3 دهه رونق از 1345 تا 73؟ حرف چیه؟ شما بیشترین رشد اشتغال داشتی در حالی که دستمزد کارگران بیشترین مقدار شده بود. اصلا سال 1345 رو خواهش میکنم تا 1968 3 دهه رونق رو توضیح بدید برمبرای این تزی که الان مطرح کردید. چجوری انباشت بدوی میشه گذاشت نامش رو؟ از میگید که برای خروج از بحران اقتصادی ما همواره احتیاج به انباشت بدوی داریم. بحران اقتصادی از 1914 بوده تا 45، 3 دهه. تمام آمار و ارقامش هم هست. خب برید آمار آقای مدیسون رو نگاه کنید، آنگوس مدیسون. بورژوا هست، بله بورژوا. تمام آمار اقتصادی آنگوس مدیسون رو نگاه کنید. سال 1314 تا 45 ببینید این رکود مدام مزمن. 1321 که همه قبول دارن، 33 که همه قبول دارن که این قصه اتفاق افتاد. در فاصله این جنگام نبوده که باعث رشد شده ها. این رشدیه که از 1945 دوره دولت رفاه هم است تا 1968 برخی بعد از 1973 شوک اول نفتی میذارن. خواهش میکنم توضیح بدید این دوره 3 دهه رونق رو چگونه میشه گفت انباشت بدوی؟ نه عزیز من، شما دو بار سه بار هم تکرار کردید که چپ افراطی هستید. چپ افراطی که باعث اندیشه اقتصادی نمیشه. تعبیر خودتون از مارکس دارید، بسیار عالی، خیلی عالی. منوط به این که شما بتونید توضیح بدید بر اون تعبیری که دارید چگونه میتونید نتایج خودتون رو توضیح بدید. انباشت بدوی در کار کارل مارکس پایه انباشت سرمایه نخستینه برای اینکه بتونه انقلاب صنعتی شکل بگیره. شما در ایران دی اکیومولیشن دارید، میفرمایید رفیق مهرداد صداتون یه دفعه قطع شد. صداتون قطع الانم. آیا صدای من قطعه؟ الان درست شد. خب دوست عزیز من میفرمایند که یعنی این قسمت رو آیا اون چیزی که من راجع به صدای رونق گفتم رو شما شنیدید یا نه؟ بله بله، همین موقعی گفتم صداتون قطع شد. اوکی همینجا. ببینید دوست ما مطرح میکنه که بالاخره این سرمایه که از ایران خارج میشه در بیرون از ایران انباشت میشه. خب جواب،
این سرمایه که از ایران خارج میشه به دلایل حقوقی خارج نمیشه، به دلایل اقتصادی اتفاق از کشور خارج میشه. دو، این سرمایه‌ای که در خارج در واقع قرار انباشت بشه که انباشتم میشه، چه ربطی داره به شیوه و رژیم انباشت در ایران؟ شما میتونید بگید در مقیاس سرمایه جهانی و سرمایه جهانی، حتی روش‌هایی رو که در واقع ما قبل سرمایه داریه، روش‌های مرکانتیلیستیه، همه اینا لاجرم به شکلی از اشکال انباشت منجر میشه. من کاملا قبول دارم هیچ، و اصلا اگر این نبود ایرانی که در واقع در مناسبات ما قبل سرمایه داری بود نمیتونست وارد بازار جهانی بشه. بازار جهانی هم ایران رو هم افغانستان، این تریاکی که در افغانستان تولید میشه وارد بازار جهانی شده. شما عقبترین مناطق دنیا رو میگین هم بخشی از بازار جهانی. بازار جهانی هم قبل از شکلی سرمایه‌داری عاملش بوده، هم در ادامه سرمایه‌داری این کارو می‌کنه. ولی این توضیح دهنده رژیم انباشت در ایران نیست. ما داریم در مورد رژیم انباشت در ایران صحبت می‌کنیم که نه به دلایل حقوقی سرمایه ازش خارج میشه، به دلیل رژیم انباشتش داره سرمایه خارج میشه. این چیه؟ شما می‌فرمایید این انباشت بدیه. من میگم عزیز من، اگر انباشته این چرا بخشی از اون چیزی که قرار بود در ایران انباشت بشه به سرمایه تبدیل بشه نشده؟ دوره محمدرضای پهلوی بفرمایید میفهمم که چگونه مسیری که با اصلاحات ارضی آغاز شد، بعد به اصطلاح نیروی کار از ابزار کارش جدا شد، نمیدونم سرمایه تجمع پیدا کرد، درآمد نفتی در اینجا نقش خیلی اصلی رو بازی کرد، حتی بیشتر از اصلاحاتی ارضی این کار کرد، کاملا برای من قابل فهم. ولی شما توضیح ندیدید چرا این قصه در مورد رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح صادقه. کلمه رژیم انباش ساختارش اقتصاد ملیه. من نمیدونم از کجا شما مفهوم رژیم انباش رو وقتی صحبت میکنیم از محدوده ملی خارجش کردید. اگر بحث اینه که رژیم انباش در سطح جهان چیست؟ 100% سرمایه داریه. ایران بسیار هم عقب مانده باشه، انباشت بازار جهانی وجود داره و از طریق بازار جهانی ایران سرمایه داری شد. 100% من اینو میفهمم. ولی اینکه آیا چیزی ما به نام رژیم انباشت در سطح جهان داریم؟ یعنی مثلا شما در سطح جهان میخواد بگید دپارتمان یک و دپارتمان دو چیه؟ من اینو نمیفهمم. اون چیزی رو که به لحاظ اقتصاد سیاسی میفهمم اینه که وقتی از رژیم انباش صحبت میکنه، چه به معنایی که آمریکایی‌ها به کارش بردن، social structure of accumulation، چه معنایی که فرانسوی‌ها به کار بردن، کادر انباش کادر ملی بوده و اونم نه به دلایل حقوقی، به دلیل ویژگی‌هایی که دپارتمان‌های اقتصاد و مکانیسم‌های پولی، مکانیسم‌های بودجه‌ای استفاده کرده و این اقتصاد رو شکل داده و هم وصل کرده. غیر از اینه شما فرمودید که مارکس رو بهش تفسیری دارید و اون مارکس رو که خوندید تئوری پردازی کردید. خواهش میکنم توضیح بدید برای بعد که مارکسی که خوندید رژیم انباش رو چجوری توضیح داده که یه باره سرمایه که از ایران خارج میشه فرار میکنه میره غرب، این در واقع همونیه که مثل این که در انگلستان بوده. انگلستان نه عزیز من، این نبوده که انباشت بدوی صورت گرفته هندوستان رو سرمایه داری کرد، نه، انگلستان سرمایه داری شده. خب شما میخوای انباشت بدوی مارکس رو توضیح بدید، نمیتونی بگی که این سرمایه که از کشور خارج شده رفته در کانادا و در فرانسه. حالا من یک مثال دیگه براتون میارم که اتفاقا باز بامزه تر از این. 1973 وقتی شوک نفتی انجام شد، کشورهای خلیج یه درآمد هنگفتی به دست آوردن، مثل ایران دایورسیفای نکردن، تنوع نبخشیدن، اومدن سرمایه خریدن، سهام خریدن، سهام مثلا بریتیش پترولیوم رو خریدن، خب 20% سهام بجون، اومدن شرکت های مثلا کاغذسازی در اسپانیا رو خریدن، شرکت های شیمیایی خریدن و این سرمایه رفت توی بانک های غرب، از اونجا ریسایکل کرد برای کشورهای آسیای جنوب شرقی. توسعه اون چیزی که ما میگیم سرمایه داری نوظهور از درآمد نفتی بود که کشورهای خلیج به دست آورد.
برای این مسئله برید آلن لیپیتس رو نگاه کنید، کتابش رو ورسو چاپ کرده به نام میراژ معجزات و در واقع سراب ها، خب که مفصل اینو توضیح میده. خب حالا شما بفرمایید ببینم رژیم انباش در کشور خلیج چی بوده عزیز من، چون این منجر شده به توسعه کشورهای نوظهور، این همون انباشت بدوی بوده؟ نه، من فکر میکنم این کادر تئوریک من نیست که احتیاج به رفع و رفو داره. سوالات عدم پاسخ یافته است در دستگاه فکری شما که من فکر میکنم میتونه اگه روش مکس بکنی به نتایج بهتری بیانجام. رفیق مهداد خیلی ممنون که تا حالا صبر و حوصله کردین و وقت به درازا کشید و خیلی تشکر از رفقا که تا حالا موندن. فقط یه سخنگوی دیگه مونده، دستش بالاست، رفیق گرامیم نای نیکفر. بعد از اون شما اگه خواستید بعد از جواب ایشون جمع‌بندی هم بکنید دیگه بهتون اجازه میدیم مرخص شید. بعد از خیلی متشکرم از صحبتتون. دوست گرامی آقای نیکفر بفرمایید. من خیلی کوتاه میگم چون واقعا درازا میکشه. من یاد یه حدیثی از امام جعفر صادق افتادم، چون مهرداد خیلی علاقه مند شده به این مباحث فقهی. میگه که العلماء حکام علی الملوک و الملوک حکام علی الناس، یعنی علما حاکمند بر پادشاهان و پادشاهان حاکمند بر مردم. این حدیث امام جعفر صادق رو خمینی در کتاب حکومت اسلامی 1348ش نقل میکنه. بعد میگه که ما اصلا به این ملوک چه احتیاج داریم؟ یعنی شما نگاه کنید که حکما به پادشاه دستور میدن، پادشاه به مردم. میگه خب این پادشاه رو حذف میکنه. به نظر میرسه که این یک اجتهاد فقهیه اگر چیز کنیم، یعنی یک ابتکاری به خرج داده، ولی در واقع این شاهکشی عصر جدیده که این جهش رو امکان پرده. این انقلاب کبیر فرانسه است، یعنی رشد سرمایه‌داری و دولت مدرن و جهان مدرن. یعنی این جهش فقهی پشتش انقلاب‌های شاهکش جدید رو داره، وگرنه در افق دنیای کهن ایرانی چنین جهشی نمیتونه صورت بگیره. و این از این نظرم مهمه که ما با یک دولتی مواجه هستیم نوع دیگه و این برداشت رو داره. و بعد ما به اینم توجه داریم که این میزان توجه به آخوند و آخوند سالاری ممکنه ما رو از فهم کلی این رژیم دور کنه. یکی از رکن‌های این به اصطلاح انقلاب اسلامی مهندسان مسلمان هستند. یعنی انقلاب اسلامی در واقع اگر بگیم انقلاب اسلامی یعنی آخوند به علاوه مهندس مسلمان، مهندسان مسلمان هستند که سپاه پاسداران رو بنیان میگذارن، مهندسان مسلمان هستند که دستگاه امنیتی رو بنیان میگذارن، مهندسان مسلمان هستند که با حمله به سفارت آمریکا در واقع سیاست خارجی رو تعیین میکنن، مهندسان مسلمان هستند که جنگ رو پیش میبرن، قرارگاه سازندگی رو پیش میبرن و بعد مجموعه در واقع این نهادهای انباشت رو ایجاد میکنن.
نهادهای در واقع دولتی که بر اساس اون انباش صورت میگیره. ما این رکن ها هم باید در واقع ببینیم، یعنی این پدیده مدرن رو، این مکس زیاد بر روی مفهوم انفال اگر این کنتکست مدرن خوب بهش توجه نشه چیز هست، ممکنه به مشکلاتی رو ایجاد کنه. من دیگه مختصر میکنم، باید اقامت تو در کن دو سه روز کنی تا بیشتر صحبت کنی. باش هسته نباشی محمد رضا جان. مسئله شاهکشی در سال 48 مطرح نشده، فدایان اسلام در دوره همین قبل از اینکه شاه کودتاش رو بکنه وسط کشیده شد. فدایان اسلام هم نیستن، کل این جریان اسلام سیاسی از دهه 20 میلادی شکل گرفته. خب و فریدون آدمیت خیلی روشن داره میگه که هر جا شکاف ملت و دولت افزایش پیدا کرد روحانیت پا گرفت. این به ویژه یکی از سبقه های رژیم سیاسی در ایرانه که شیعه است، شیعه ایران هستش. بنابراین ماجرای شاهکشی به ربط پیدا نمی کنه به ماجرای انقلاب در غرب، ربط پیدا می کنه و شاهکشی هم انقلاب در غرب مفصل بوده، ولی در شرق این دعوایی که در واقع به ویژه توی شیعیان شکل میگیره علیه شاه در ارتباط با موقعیت روحانیت بوده، اصلا شکل گرفتن دستگاه روحانی و روحانیت بتونه به یک نیرو تبدیل بشه یه ماجرا داره. من متاسفم محمد رضا که باید با تو بحث بکنم چرا اهمیت داره که ما شیعه رو بشناسیم. واقعا متاسفم. تو داری صحبت میکنی که اگر کنتکست مدرن رو نبینیم تاکید رو اینا اهمیت نداره. عزیز من از مکتبی اومدم که همش کنتکست مدرن رو دیده. تو احتیانیست این یاداوری بکنی. توی بحثایی که من داشتم قبل از اینکه روی انفال متمرکز بشم، روی سرمایه‌داری، روی غارت، روی انهدام من کار کردم. خب ماجرای انفال برای خود من یک کشفه که چه اتفاقی افتاده و من متاسفم که ما 4 دهه یک نفر شما بیاید از جمله خود تو محمد رضا جان یک کلمه راجع به انفال گفتی. تو کدوم اقتصاد دونی ایرانی گفته؟ حالا من برای تو یک چیزی بعد بگم بامزه، برای اینکه تو در واقع به اصطلاح میخوای توجه به آخوندسالاری فهم ما رو رژیم دور نکنه. تو سازمان برنامه و بودجه اکثر بچه‌هایی که دارن کار جدی میکنن میدونن قصه انفال چیه، میگن مال آقاست، ولی تو نمیدونی عزیز من. با اینکه 14 تا مقاله هم نوشتی، حالا احتمالا من مطمئنم 20 تا هم میکشه راجع به رژیم جینا بنویس. این چه قصه ایه که ما مثلا آقای محمدرضا شالگونی میدونی چرا نمیگه رژیم مذهبی؟ به خاطر میگه همیشه ایدئولوژیک، برای اینکه باورش اینه که فقه شیعه مورد ریویزیون قرار گرفته توسط آقای خمینی و این خمینی آدم سخیفیه فلانه، اصلا امامت نیستی. امامت یعنی معصوم. خمینی که معصوم نبوده و اصلا رژیم هم کلی صحبت کرده. راه کارگری ها اولین کسانی بودن که اینو گفتن. شما نگاه کن، ایشون حاضر نیست ببینه رابطه بین اصل امامت در شیعه رو با حکومت فقاهت. یعنی هنوز این دوست عزیز، این رفیق گرامی میخواد بگه که آقا این ربطی به شیعه اسلامی نداره، این ربط داره به اینا، به این آخوندها. اسم اینم میذاره در واقع نقد سیاسی و نه نقد مذهبی. خب نمیدونید چیه و هنوز سوال میکنه که چرا این قصه پیش اومده که گفتن کوه دماوند از آن ماست. خب این همون چیزی که هر مستبدی میکنه، به قول تو سلطانیسم هم همین بوده. یعنی اون چیزی رو که متاسفانه من
میبینم تو بخشی از سلطنت هست. و اون چیه؟ این اتفاقاتی که افتاد، این روزنامه نویس آقای طاهری گفت این ماجرای اعتراض ژینا ربطی نداره نه به اسلام شیعه نه به روحانیت. یه تعداد آخونده که اونا این کارا رو دارن میکنن. یعنی ما یه اندیشه به شدت کنسرواتیو داریم که میخواد نقد مذهب رو، نقد شیعه اثنااشعری رو، سهمی که داره توی کل ماجرا، نادیده بگیره، حذفش کنه. چه بهتره از سلطانی صحبت کنیم و از انفال فراموش کنیم، اصلا نبوده. چرا؟ چون اگه این کارو بکنیم با اصلاح طلبان مذهبی نمیتونیم بلاسی. عزیز من قربانت برم، این درست نیست، این درست نیست، از این زاویه انتقاد نکنی. نه نه خواهش بارم، لطفا نیت خونی نکنی. نیت چیه عزیز من؟ نیت چیه؟ دقیقا به همون مناسبتی که سلطنت حاضر نیست برنامه اقتصادی در سلب مالکیت. ببین سلطنت حاضر نیست برنامه اقتصادی. قربانت برم، ظرفم تمام بشه. تو میگی که ما میخوایم به شیعه تخفیف بدیم، رفیق قبلیمون گفت تو میخوای از مارکس عدول کنی، نیت خانه نکنیم. نیت چیه عزیز من؟ نیت چیه؟ حرف بسیار روشنی من دارم. همونطوری که جریان سلطنت حاضر نیست به نقشی که بنیاد مستضعفان بازی میکنه، به ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام بازی میکنه، یک برخورد بکنه، همینطور هم بخشی از کسانی که خودشون رو چپ میدونن برای اینکه در نیفتن با ملی مذهبی ها، سعی میکنن انتقاد از شیعه رو و امامت رو به حد اقل برسونن، کمرنگش کنن. آره ولی من نیستم. این برنامه سیاسی عزیز من. آره ولی من اون نیستم. نه قربان، تو همونی هستی که کنشگرای 95 وقتی اطلاع شده شده این دیگه از معقول ترین اطلاعات و اینه جنایت اصلاح طلبیان مذهبی بودن. چطور نیستی عزیز من؟ تو هم در برنامه فکریت و سیاسی همواره جا باز کردی برای ائتلاف با ملی مذهبی ها. این حرف رو نزد عزیز من، این نیت خانی نیست، قربان تو گردم من. بنابراین من میخوام که چرا سلطانیست قابل نقده ولی انفال نه، این بحث رو نباید وسط بشه. خیلی جالب، مثل این میونه که بگیم آقا سلطانیسم آری ولی راجع ولایت فقیه صحبت نکنیم. آخه این چه خط فکریه؟ من نمیدونم اجازه متاسفانه یا نه رفیق. رفیق تو را اجازه است من جواب بدم یا نه؟ اگر رفیق مهرداد تموم کردن شما میتونید یه چند کلمه بگید، ولی لطف کنید کوتاه باشه چون واقعا وقت نیست. محمد رضا احتیاج هستش که بیشتر توضیح بده چرا در واقع انفال نیاز نیست ولی سلطانیسم نیاز هستش. من کاملا و حرف اصلی مو زدم به محمد رضا که چرا، تبریک میگم بهش، اولا سلطانیسم اومده وسط و نه نئولیبرالیسم اقتدارگرا، یک، و دو متاسفم چرا سلطانیسم میاد و انفال باید مورد غفلت قرار بگیره. من نئولیبرالیسم اقتدارگرا نگفتم، من در یک جایی اشارت به یک جایی هست که من از نئولیبرالیسم تحت امر استفاده کردم و یعنی این تنها جاییه که من این اصطلاح رو به کار بردم. اگر ابتدا گفتم من سه تا سوال دارم، دسته‌بندی کردم، یکی شو سر مسئله طبقه و مسئله تبعیض، میخواستم در اونجا مطرح کنم. اگه بخوام شروعش کنم اون میشه بحث دیگه. من نمیگم که بحث انفال مطرح نشه، ولی باید نگاه کنیم محور در واقع اساس پرنسیپ تحلیلمون، محور و اساس تحلیلمون چی هست. اساس تحلیل ما این هست که این یک سرمایه‌داری سیاسی است. این سرمایه‌داری سیاسی، این در واقع این پوشش گفتمانی رو، این پوشش ایدئولوژیک رو با
داره این دستگاه مفاهیم رو در خدمتش داره، این پشتوانه نظری و توجیهی هم داره که از جمله اونها در واقع یک چنین مفهومی مثل انفال میشه. بعد ولی این انفال ما میتونیم درش هم سنت شیعه پیدا کنیم، هم سنت در واقع سلطانی در کشوری که مملکت ملک ملک هست، یعنی به مملکت ملک ملکه و این در واقع اساسه، در واقع این اقتصاد از تمام این دوران پیش از اسلام و بعد از اسلام رو در اینجا می سازه و یک چیز ویژه‌ای هست. و بعد درست در همین کنتکست این هست که دسپوتیزم پهلوی هست و بعد ولایت در واقع این شکل ولایی هم در ادامه اون هست. این که میای این ویژگی رو اینه، ولی به عنوان یک اتریبوت، به عنوان یک ویژگی، نه به عنوان محور. یعنی من به عنوان یک اتریبوت، به عنوان یک ویژگی هیچ مشکلی ندارم که بگی که این دستگاه توجیهی رو داره، ولی احیانا بخواد پایه چیز قرار بگیره، نه، پایه در واقع اساس همون قارت سرمایه داران است که اسمای مختلفی پیدا میکنه و در اینجا این اسم رو پیدا کنه. و بعد این اهمیت داره از این نظر که این مفهوم باید به کار ما بیاد برای که این هیئت حاکمه رو ما بتونیم آنالیز بکنیم. به این ترتیب یک دستی و یک محوری بسیار شدیدی اون وقت در حاکمیت دیده میشه که این حاکمیت اونو نداره و الان در دوره های بحرانی و به ویژه در این لحظات گذار ما این چیز رو میبینیم، ما این قضیه رو میبینیم. اون داستان هایی که در مورد اصلاح طلب و اینا گفتی، اونا رو بذار یک جای دیگه میتونیم صحبت کنیم، تو بیا بگی که دقیق من منظور من چی بوده و به کجا تو انتقاد میکنم، اونو پس بذاریم کنار. من فقط اینه که مخالفتی ندارم، ولی به عنوان یک اتریبوت، به عنوان یک ویژگی، ولی نه به عنوان محور تحلیل. محور تحلیل همچنان سرمایه دارست. خیلی ممنون. ممنون از شما آقای نیکفر. همونطور که شاید شما نبودید اول جلسه گفتم، ما امیدواریم با رفیق مرداد اتفاقا سر این کتاب آخرشون یه بحث مفصلتر داشته باشیم، درنچه امیدوارم بتونیم اونجا شما هم داشته باشیم، یه سری از این نکات رو دقیق‌تر باز کنیم. به هر حال متشکر از حضورتون و از نکاتی که مطرح کردین و بازم تشکر از رفیقمون مرداد. مرداد جان اگر میخوای در جمع‌بندی نکاتی رو بگی بگو که دیگه تمام شد. به روی چشم. من اولا متشکرم محمد رضا جان، شنیدم صحبتات رو، قطعا قسمت هایی رو که گفتی جای دیگه باید صحبت کنیم، جای دیگه صحبت میکنیم. برای من عزیز من سرمایه‌داری سیاسی انواع مختلف داره، از جمله دوره شاه رو من سرمایه‌داری سیاسی اسم بردم ازش، ولی در دوره اخیر سرمایه‌داری سیاسی اسلامیه و انفال خیلی نقش داره، برای اینکه توضیح میده چجوری ما سلب مالکیت میکنیم ولی مالکیت رو دولتی نمیکنیم، زیر نگین امام اینو قرار میدیم و نه حتی دولت اسلامی. بنابراین اینجا یه مسئله حقوقی مالکیت هست که خیلی حائز اهمیت هست. ولی اونچه که تو اشاره میکنی به سرمایه‌داری سیاسی کاملا صحیح میگی، تو این چارچوب هم به سلطانیسم میگی خیلی صحیحه. من فکر میکنم از مفهوم نئولیبرالیسم در واقع تحت امر که تو گفتی اینا از سهراب بهداد گرفتی، سهراب بهداد نئولیبرالیست اقتدارگرا به کار میگیره، حالا تو در ترجمه خود گفتی تحت امر ولی از اون گرفتی. خب من به نظر من اون مفهوم نئولیبرالیسم توضیح دهنده نیست، ولی خیلی خوشحالم از اینکه
تو مفهوم سلطانیست یا سرمایه‌داری سیاسی رو تاکید کردی که واقعا محور بحث امشب هم بود. حالا تو میگی امثالش اتریبیوت نیست. من توضیح دادم چرا همون اندازه که ولایت فقیه جزء اتریبیوته، امثال هم ادامه ولایت فقیه و جزء اتریبیوته. ولی خب میتونیم ادامه بدیم این بحث رو. متشکرم. یه همچین حوصله‌ای از اینجا یه عده همچنان از پا نیفتادن. 32 نفر من مشاهده میکنم روی تعداد هستن که یکیش هم جوانان قدیم مثل خود بنده و محمد رضا و تراب هستش که در واقع همچنان هستن. واقعا متشکرم. اول از همه بگم از برگزاری این جلسه، این فرصت، از تراب به خاطر تمام این اداره قصه، و از محمد رضا و پوزش میخوام از او اگر که در صحبتها زیادی از وقت خودم سوء استفاده کردم، ولی این قول رو داده در واقع به اصطلاح تراب. اگر قرار من با کسی بخوام مستقیم بحث کنم، مطمئن باش محمد رضا تو اولیشی. خیلی هم خوشحال میشم که راجع به مسائل مختلف با هم دیگه مجادله کنیم، بتونم از اطلاعات تو، از ریزه بینی های تو استفاده بکنم و یه چیز حاصل داری در بیارش، و از همه حضاری که اینجا اومدن، دوستان عزیزی که سالیان سالشون هم میشناسم و اینجا هستند و در واقع از پا هم نیفتادن، سپاسگزارم. بسیار عالی شد مهداد جان. در نتیجه دوست گرامیمون آقای نیکفر هم میتونن موقعی که این بحث رو میذاریم سر این کتاب آخری شما واقعا یه پای بحث باشن، و امیدوارم که حتما باشن، چون واقعا بحث مهمی. بنام من همونجوری خودم اول گفتم، به نظر من این کتاب سوم شما آنچنان که باید و شاید بین ایرانی ها هنوز بحث نشده و اهمیتش شاید هنوز درک نشده. خوبه که بیشتر سر این بحث بکنیم. منم خودم یه سری بحث هنوز داشتم ولی میذارم برای اون جلسه بعد با هم میکنیم. از همه رفقا هم برای حضورشون در این جلسه تشکر میکنم، و اینکه تا حالا با ما بودن واقعا باعث قدردانیه، و امیدوارم مجدداً شما ها رو ببینیم. همونطور که گفتم جلسه هفته بعدمون رفیقمون یاسمن اجرا خواهند کرد درباره امپریالیسم و چپ ایران. امیدوارم در اون جلسه هم شرکت کنید. بازم تشکر مهداد عزیز، و شب همه رفقا بخیر. شب خوش.